عرض سلام دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. بنده بهمنیار هستم از گروه آموزشی فرادرس. با دوره آموزش کرش کورس اتوکد در خدمت شما خواهیم بود. این دوره یک دوره کوتاه هستش و در انتهای این دوره شما با کلیاتی از نرم افزار اتوکد آشنا خواهید شد و یه سری از دستورهای کاربردی نرم افزار رو یاد خواهید گرفت. این دوره برای حرفه‌ای شدن در نرم افزار اتوکد و کار با اون کافی نیستش و برای اینکه اطلاعاتتون کامل بشه و بتونین بهتر و بیشتر این نرم افزار رو یاد بگیرید، پیشنهاد میکنم به آموزش‌های روی سایت فرادرس مراجعه بفرمایید و بسته به نیازتون از بسته‌های مختلف آموزشی استفاده بفرمایید. ولی خب در این دوره هم یه سری دستورات پرکاربرد و ارزشمندی رو خدمتتون عرض میکنم که بتونین با کلیاتی از این نرم افزار آشنا بشین و در حد مقدماتی این نرم افزار رو فرا بگیرید. در این دوره از نرم افزار اتوکد ورژن 2021 استفاده می‌کنیم. تا این لحظه که این ویدیو ضبط میشه ورژن 2021 آخرین ورژنی هستش، آپدیت‌هاش هم کامل هستش و جدیدترین ورژن کامل نرم افزار اتوکد هستش. خب نرم افزار اتوکد در ابتدا که باز می‌کنیم به این صورت برای ما بالا میاد که ملاحظه میفرمایید و اینترفیس شروع نرم افزار به این شکلی هستش ملاحظه میفرمایید. قبل از هر چیزی یه آشنایی کلی با محیط نرم افزار داشته باشیم. این نرم افزار در قسمت بالا یه نواری داره که این نوارها هر کدومش یه سری زیرمجموعه ها دارن. ورژن های قدیمی اتوکد یه سری منوهای کلاسیک داشتن که الان دیگه یواش یواش این منوهای کلاسیک داره فراموش میشه و اینترفیس نرم افزار داره به این شکلی که ملاحظه می‌فرمایید خودش رو نشون میده و اکثر دستورات و امکاناتی که اتوکد داره اینجا قابل مشاهده هستش و میشه دستوراتی که لازم داریم رو از منوهای مختلف بهش دسترسی داشته باشیم و به راحتی انتخاب بکنیم. این بالا یه علامتی هستش، علامت اختصاری اتوکد هستش. با کلیک بر روش یه منوی باز میشه که در این منو ما میتونیم یه سری دستورا به نرم افزار بدیم. به عنوان مثال من میتونم نیو رو بزنم. با زدن نیو من به نرم افزار این دستور رو میدم که یک شیت جدید برای من باز بکنه، یعنی یک صفحه رو باز بکنه که از صفر در اون شروع به ترسیم بکنم. با زدن اوپن من یک فایلی که قبلا شاید کار کردم یا هر فایل دیگه که DWG هستش و با فرمت اتوکد کار شدن رو میتونم آدرس بدم و اون رو کار بکنم و ما بقیه گزینه‌هایی که میخوام اینجا هستش. DWG Convert در مورد تبدیل فایل های DWG برای ما امکاناتی رو میده و ما بقیه گزینه ها قسمت ریکاور رو داریم که چنانچه اگه فایلتون آسیب دیده باشه و مثلا در موقع کار با نرم افزار برق بره، سیستم خاموش بشه یا اتوکد بسته بشه، میشه از قسمت ریکاور فایل رو برگردوند و آسیب هایی که دیده رو تا حد قابل قبولی برطرف نمود و نهایتاً تونست به اون فایل اولیه که داشتیم روش کار میکردیم دسترسی پیدا کرد. بعد از این قسمت، قسمت بالا رو داریم که باز همون گزینه های نیو، اوپن و گزینه های دیگر رو داریم که اینجا یه منوی کشویی هم داره که میتونیم از اینجا این قسمت هایی که میخوام باشن یا نباشن رو اینجا مشخص بکنیم که شو منوبار، منوبار نرم افزار رو میخواد به ما نشون بده که مثلا اگه روش کلیک بکنم این بالا میبینید شو منوبار برای من عمل میکنه. حالا میتونم هایدش بکنم این منوبار هاید بشه. در هر صورت من اگه بخوام به این قسمت هایی که بالا هستش دسترسی داشته باشم، میبینید با هر کلیکی که انجام میدم روی این گزینه ها هیچ واکنشی نرم افزار نشون نمیده. باید چیکار کنم؟ باید ابتدا یک شیت جدید تعریف بکنم. برای تعریف کردن شیت جدید ما میتونیم خیلی راحت از این قسمت استارت دراوینگ رو بزنیم یا اینکه اوپن فایل رو بزنیم و آدرس بدیم یک فایلی که قبلا کار کردیم رو. حالا ما برای اینکه می‌خوایم با نرم افزار آشنا بشیم یک شیت جدید رو باز می‌کنیم. من استارت دراوینگ رو می‌زنم. با زدن استارت دراوینگ یک همچین منوی برای من باز میشه. صفحه رو می‌بینید که به صورت خط کشی شده هستش، گرید هستش. برای اینکه این گرید ها رو مخفی بکنیم همین ابتدای کار یه دستور خدمتتون عرض بکنم. با زدن F7 از روی کیبورد ما میتونیم گرید ها رو مخفی بکنیم و دوباره با زدن F7 گرید ها برگردن. خب دستوراتی که ما استفاده میکنیم و ترسیماتی که انجام میدیم شاید قاطی بشه با گرید هایی که در صفحه داریم. به خاطر همین من F7 رو میزنم تا صفحه به این صورت سفید بشه، یک شیت سفید داشته باشم که روش ترسیماتم رو میخوام انجام بدم. خب بعد از اینکه من یک شیت جدید باز کردم،
این قسمت میبینید که منوها برای من فعال میشه. در ادامه میتونم اینجا تب هوم رو داشته باشم که در مورد یه سری فرامین کلی داره به من گزینه‌هایی رو پیشنهاد میده. در ادامه اینسرت رو دارم که میتونم قسمت‌های مختلفی رو در زیر مجموعش ببینم. با کلیک بر روی هر یکی از این قسمت‌ها، مثلا پارامتریک، ویو، منیج و مابقیه قسمت‌ها، میتونم به دستورات و امکانات مختلف اتوکد دسترسی داشته باشم. منو دیگه منوی کلاسیک قدیم نیستش، منوی جدیدی هستش. نرم افزار داره رفته رفته منوهاش رو تغییر میده و ما هم باید به تب با بالا رفتن ورژن نرم افزار و تغییر اینترفیسش خودمون رو یواش یواش سازگار کنیم با منوهای جدیدش. خب در زیر مجموعه هوم ما یه قسمت درو داریم که خیلی قسمت مهمی هستش. اگه این مثلث کنار درو رو من اینجا بزنم، منو بیشتری برام باز میشه. درو در واقع در مورد ترسیمات صحبت میکنه، ترسیم لاین، پولی لاین، سیکل، آرک و مابقی گزینه‌ها مثل رکتنگل، در مورد مستطیل، پولیگان و مواردی از این قبیل با ما صحبت میکنه که در این خصوص مفصل بحث خواهیم کرد. نحوه انجام ترسیمات مختلف رو یاد خواهیم گرفت. مودیفای مربوط میشه به ویرایش کردن ترسیمات. یعنی چی؟ یعنی ما ترسیماتی که در قسمت درو انجام دادیم رو میتونیم با مودیفای ویرایش بکنیم، جابجاش بکنیم، بچرخونیمش، تریمش بکنیم، اسکیلش کنیم، میرورش کنیم و سایر گزینه‌ها که اینجا باهاش آشنا خواهیم شد. قسمت بعدی در مورد نوشتن متن و اندازه‌گذاری در نرم افزار اتوکد هستش. لایرها رو داریم، در مورد لایه‌ها صحبت می‌کنه و قسمت‌های مختلف دیگه مثل پراپرتیز که میتونیم در قسمت پراپرتیز به عنوان مثال رنگ ترسیماتم رو تغییر بدیم، میتونیم ضخامت خطوط رو تغییر بدیم، میتونیم اینجا نوع خطوط رو تغییر بدیم که در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد. و سایر قسمت‌ها که به طور کلی در این دوره ما می‌خوایم به صورت خلاصه یه آشنایی کلی در حد مقدماتی خدمت شما در خصوص نرم افزار اتوکد ارائه بدیم که بتونین با کلیاتی از این نرم افزار آشنا بشین و یه سری ترسیمات اولیه باهاش انجام بدین. و البته این نکته هم عرض کنم خدمتون، همونطور که در ابتدای آموزش عرض کردم، این دوره برای حرفه شدن کامل نیست. شما میتونید بسته به نیاز خودتون از آموزش‌هایی که روی سایت هستش، از بسته‌های خوبی که روی سایت فرادرس منتشر شده استفاده بفرمایید. برای مثال برای اینکه در ترسیمات دو بعدی بیشتر و کامل‌تر راه بیفتین، از آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد که روی سایت فرادرس هستش استفاده بکنید. همچنین اتوکد یه قسمت سه بعدی هم داره. میتونیم ترسیماتی که انجام دادیم رو به حالت سه بعدی در بیاریم که آموزش مخصوصی در این زمینه هم روی سایت هستش. اتوکد سه بعدی، آموزش اتوکد سه بعدی روی سایت فرادرس هست. میتونین از این آموزش هم برای حرفه‌ای شدن استفاده بفرمایید. خب اول از همه یه آشنایی داشته باشیم با دستگاه مختصات و محیط نرم افزار اتوکد. ببینید محیط نرم افزار اتوکد، صفحه‌ای که ما روش ترسیم انجام میدیم، بر اساس دستگاه مختصات عمل میکنه. دستگاه مختصات در نرم افزار اتوکد به این معنی هستش ما هر کلیکی که در صحنه بکنیم، هر نقطه‌ای که روش بریم، یه ایکس و وای داره. همین گوشه هم ملاحظه میفرمایید، یه ایکس و وای داره. اگه اتوکد 3D کار کنیم، حالت 3D کار کنیم، زد هم خواهد داشت. ولی فعلا برای ترسیم 2D ما یه ایکس داریم، یه وای داریم. خب پس هر نقطه، هر ترسیمی که در صحنه انجام میدیم، یه مقدار برای ایکس داره، یه مقدار برای وای داره. پس این صفحه بر اساس مختصات عمل میکنه. حالا جلوتر در بحث ترسیمات خدمتتون عرض خواهم کرد که به چه صورت میشه از دستگاه مختصات استفاده کرد. قسمت پایین اینجا که نوشته تایپ کامند، در واقع از ما میخواد که یک دستور تایپ بکنیم. دستوری که در صحنه تایپ میشه و مورد استفاده قرار میگیره، اینجا هم نمایش داده میشه که چه دستوری اجرا شد و در حال اجرای چه دستوری هستیم. قسمت پایین مدل و لیوتا رو داره که با لیوتا فعلا کاری نداریم. در مورد مدل که صحنه هستش در اون داریم ترسیم انجام میدیم صحبت میکنه. قسمت جلوتر هم در مورد اسنپ ها بحث میکنه که مفصلا در این خصوص توضیحات رو جلوتر خدمتتون عرض خواهم کرد. اینترفیس کلی نرم افزار رو شما میتونید بسته به نیاز خودتون هم تغییر بدین. به عنوان مثال من اینجا کلیک میکنم، میبینید به صورت پیش فرض روی درافتینگ هستش. خب من میتونم اینجا تغییر بدم، به صورت 3D بیسیک مثلا در بیارم. اگه کلیک بکنم باید منتظر بمونم تا نرم افزار اینترفیس رو تغییر بده. این منو برای من باز میشه که میتونم اینجا کارهای سه بعدیم رو انجام بدم. میتونم اینترفیس هم رو 3D مدلینگ بکنم که به صورت حرفه‌ای به کار
مدل سازی بپردازم و لازم میفهمید منوها کلا عوض میشه و مخصوص کار سه‌بعدی میشه. میتونم یه پیشفرض برای خودم بسازم، مثلا من اینجا یه پیشفرض با عنوان فرادرس ایجاد کردم، روش کلیک بکنم میره به همون منوهای قبلی اتوکد، اینترفیسی که من توی ورژن های پایین نرم افزار اتوکد مورد استفاده قرار میدادم، الان به این حالت که ملاحظه میفرمایید برای خودم چینشش رو انجام دادم. میتونم برگردونم دوباره به صورت پیشفرض نرم افزار اتوکد به اون شکلی که در ابتدا بود در بیارم، به این صورت. خب ما به صورت پیشفرض روی همین حالتی که نرم افزار خودش به ما پیشنهاد میده کار رو پیش میبریم تا بهتر مطالب خدمتتون ارائه بشه و با قسمت های مختلفش آشنا بشین و راحت تر موضوعات رو درک بکنید. شاید اگه تغییری در اینترفیس نرم افزار من ایجاد بکنم برای شما یه مقداری نامفهوم باشه، به خاطر همین به صورت اورجینال و اون چیزی که نرم افزار به من پیشنهاد داده رو بیس کار قرار میدم. صرفا من F7 رو زدم که این گرید صفحه من از بین بره و یک صفحه سفید رو داشته باشم. خب حالا بریم سراغ ترسیمات. یه نکته قبل از اینکه وارد ترسیمات بشیم خدمتتون عرض بکنم. این هر ترسیمی، هر دستوری که فعال کردیم در مورد نرم افزار اتوکد، با زدن اسکیپ از روی کیبورد ما از اون دستور خارج میشیم. یعنی من لاین بخوام ترسیم بکنم یا آرک بخوام ترسیم بکنم یا پولی لاین بخوام ترسیم بکنم یا یه دستور از قسمت مودیفای فعال کرده باشم و حین انجامش باشم بخوام از این دستور، از این ابزار خارج بشم، اسکیپ رو از روی کیبورد اگه بزنم از این دستور و فرمان خارج خواهم شد. پس این کلید برای ما حکم خاتمه دادن به دستوری داره که فعال کردیم. منوی درا مربوط میشه به انجام ترسیمات در نرم افزار اتوکد. گزینه های مختلفی داره که در موردش صحبت میکنیم. اولین و ساده ترین ترسیم در محیط نرم افزار اتوکد لاین هستش. با نگه داشتن موس روی هر کدوم از این گزینه ها در منوی درا و مابقی منوها یک صفحه‌ای برای ما باز میشه که توضیح رو در خصوص اون موضوع به ما میده. روی هر گزینه‌ای که نگه داریم این اتفاق خواهد افتاد. یه توضیحی در خصوصش به ما میده که کلیاتی از اون دستور رو داره برای ما آشنا میسازه و روشن میکنه. در محیط نرم افزار اتوکد ما بحث ترسیمات رو و کلن دستوراتی که میخوایم اجرا بکنیم رو به چند طریق میتونیم انجام بدیم. راه اول اینه که ما بیایم کلیک بکنیم آیکونش رو فعال بکنیم. راه دوم اینه که از روی کیبورد شورتکاتش رو بزنیم. به عنوان مثال ما لاین رو میتونیم هم از اینجا کلیک بکنیم و فعال کنیم. ببینید کلیک میکنم، موسم رو میارم داخل صفحه ترسیمم و میبینید که میتونم ترسیمی رو انجام بدم. اسکیپ رو میزنم و میام راه دوم رو امتحان میکنم. شورتکات لاین L هستش. L رو از روی کیبورد اگه بزنم و اینتر کنم میبینید که دستور لاین برای من فعال میشه. از دستور خارج میشم مجددا. راه بعدی، من L رو که بزنم یه منو این کنار برای من باز میشه. خب دستورت که با L شروع میشن رو به من داره پیشنهاد میده که در رأس اونها لاین رو دارم. میتونم روش کلیک بکنم، لاین خود به خود فعال بشه. پس سه تا راه تا این لحظه خدمتتون عرض کردم در خصوص فعال سازی دستورات و فرامین در اتوکد. خب من لاین رو فعال میکنم، میام داخل صحنه. وقتی که میام داخل صحنه تا ترسیمم رو شروع بکنم، میبینید این پایین از من یه درخواستی داره. میگه specify first point، نقطه اول رو مشخص کنید. خب من باید نقطه اولم رو مشخص کنم. نقطه اولم کجا باشه؟ چند تا راه هستش. اول میتونم مختصات بدم، دوم میتونم هر جایی که دلم بخواد کلیک بکنم. راه دوم رو اول امتحان کنیم. هر جایی که بخوام میتونم کلیک بکنم. ببینید به این صورت کلیک میکنم و موسم رو جابجا میکنم، ترسیمی که میخوام رو به این شکل من انجام میدم هر جایی که بخوام. نهایتا وقتی ترسیمم تموم شد به دستور خاتمه میدم با کلید اسکیپ. خب راه اولی که خدمتتون عرض کردم در خصوص مختصات یه مقداری سخت‌تر هستش و یه مقداری شاید حرفه‌ای‌تر هم باشه. من این موضوعات رو دیلیت میکنم، حذف میکنم، بعد میام
دوباره لاین رو فعال میکنم، میام داخل صحنه. کنار موس هم میبینید دو تا عدد دارم، یکی هایلایت آبی رنگ خورده، یکی هم به رنگ توسی هستش. آبیه در واقع ایکس رو به من نشون میده، هایلایت آبی محور ایکس رو به من نشون میده، خب ولی توسیه به من محور وای رو نشون میده. ترسیمات در محیط نرم افزار اتوکد دو تا حالت داره، دو تا مختصات داره، یکی در راستای محور ایکس، یکی در راستای محور وای، و اگه ما کار سه بعدی انجام بدیم یه محور زد هم بهش اضافه میشه. الان که میخوایم ترسیمات رو دو بعدی انجام بدیم، اینم خدمتتون عرض بکنم که برای انجام ترسیمات دو بعدی چنانچه بخواین حرفه‌ای بشین، میتونین از آموزش‌هایی که روی سایت فرادرس هستش، آموزش‌های مثل آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد یا آموزش کاربردی اتوکد برای ترسیم نقشه‌های فاز دو معماری، اگر رشته‌تون مهندسی هستش میتونین از این آموزش‌ها استفاده بفرمایید. مفصل اونجا در خصوص این موضوعاتی که به صورت خلاصه‌وار خدمتتون عرض می‌کنم توضیح داده شده. خب نقطه اول رو من مقدار ایکسش رو باید مشخص بکنم، یعنی اگه بخوام با مختصات کار کنم روال این هستش که هایلایت آبی که خورده 501 ممیز خورده ای رو باید عدد بهش بدم. مثلا من میگم 5 باید در راسته محور ایکس برو، یه دونه و از روی کیبورد میزنم میره روی وای، جهت وایش رو هم مشخص میکنم، میگم 10 واحدم در راستای محور وای بیاد بالا تا بشه نقطه اول من. بعد اینتر رو میزنم، ببینید اومد نسبت به این صفر صفری که من دارم، صفر صفر مختصات من اینجا هستش دیگه، درسته؟ این نقطه رو برای من مشخص کرد. ببینید من موس رو جابجا میکنم ولی نقطه اول من دیگه ثابته. چرا؟ چون من مختصات دادم بهش، گفتم 5 واحد در این راستا و 10 واحد در این راستا. اسکیپ رو میزنم مجددا، ال اینتر، خب مشخص میکنم، میگم صفر و صفر، یعنی برو به صفر صفر من، رفت به صفر صفر من. الان فرست پوینت من، نقطه شروع من صفر صفر مختصاته، از صفر صفر مختصات داره برای من ترسیمم رو شروع میکنه. خب در ادامه چیکار میکنم؟ در ادامه موس رو حرکت میدم، حرکت میدم موس رو تا به نقطه که مد نظرم هستش برسم. از من در ادامه طول میخواد. خب من میگم مثلا در این راستا 5 واحد برو جلو، 5 رو میزنم از روی کیبورد و اینتر میکنم. ببینید 5 واحد رفت جلو. حالا این طولی که من مشخص کردم میتونه زاویه دارم باشه. ببینید مثلا در ادامه من میگم 5 واحد دیگه برو، ولی اینجا یه کار دیگه هم میتونم انجام بدم، میتونم براش زاویه بدم، تب رو بزنم برم روی زاویه. ببینید الان اینجا از من زاویه میخواد، مثلا 4 درجه، 25 درجه، 47 درجه، من میخوام 45 درجه باشه، 45 رو میزنم و اینتر میکنم. خب این خط دوم من الان 45 درجه ترسیم شده. دوباره در ادامه من میتونم اصلا اندازه ندم، دلخواه بیام هر نقطه‌ای که میخوام کلیک بکنم، با کلیک دوباره یه خط دیگه برای من ترسیم میشه. یه نکته کاربردی عرض کنم خدمتتون، در حین انجام ترسیم لاین اگه بخواید ترسیمتون بسته بشه، یعنی از آخرین نقطه‌ای که ایجاد کردیم به اولین نقطه خود به خود وصل بشه، میتونین در حین ترسیم سی رو از روی کیبورد بزنید و اینتر رو بزنید، ترسیم بسته میشه، از آخرین نقطه خطی رو ترسیم میکنه به اولین نقطه. من دیلیت میکنم، ببینید مثلا من میخوام یه دونه صفحه بسته ترسیم کنم، لاین رو میزنم، مثلا کلیک میکنم، جابجا میکنم، ده واحد در این راستا حرکت میکنم، مثلا میخوام یه اتاق ترسیم بکنم، 4 واحد در این راستا میام، دوباره 10 واحد اینجا و دیگه مثلا نمیام تا آخر ترسیمم رو انجام بدم، به اینجا که رسیدم سی رو میزنم و اینتر میکنم، کار خود به خود برای من بسته میشه و یک همچین شکلی رو تحویل من میده. دیلیت میکنم. پس با لاین به طور کلی ما میتونیم خط بکشیم، خطی که برایش زاویه مشخص کنیم، مختصات مشخص بکنیم، همچنین طول مشخص کنیم و انتها مشخص بکنیم و هر زمانی که کار ما با ترسیم تمام شد میتونیم با زدن سی اینتر ترسیممون رو به نقطه اول متصل کنیم و یا با زدن اسکیپ از روی کیبورد دستور رو
کنسل بکنیم تا اونجایی که جلو رفته همونجا باقی بمونه. این از لاین. دستور بعدی که اینجا هستش بعد از لاین پولی لاین هستش. به کمک پولی لاین ما میتونیم خطای چندگانه ترسیم بکنیم. یعنی چند تا خط متصل به هم ترسیم بکنیم. در نگاه اول شاید پولی لاین با لاین شبیه همدیگه باشن. ولی خب پولی لاین یه سری تفاوتات داره که جلوتر بهش خواهیم پرداخت. من پولی لاین رو اینجا میتونم کلیک بکنم و فعال بکنم و میتونم در صحنه با زدن PL و اینتر فعالش بکنم. پولی لاین که فعال میشه من میتونم در صحنه دوباره هر جایی که بخوام کلیک بکنم. عین لاین هستش. دقیقا عین لاینه. ترسیم پولی لاین. خب ببینید من اسکیپ رو میزنم از ترسیم خارج میشم. فرق این دوتا ترسیم چیه؟ به لحاظ ساختاری ها، به لحاظ شکلی نمیگم. اینجا شاید دوتا گله داره، این شاید تعداد گلهاش زیاده. ببینید اینجا من اگه انتخاب کنم یه دونه خط اینجا دارم، یه خط اینجا دارم، یه خط اینجا دارم، یه خط اینجا و یه خط اینجا، یعنی خطوط از هم دیگه جدا هستن. اما اینجا چی؟ ببینید، میبینید قشنگ داره خودشو نشون میده تغییر. ما پولی لاین اینجا داریم، با پولی لاین طرف هستیم. اینجا خطوطی که به هم پیوسته هستند و یک ترسیم رو اینجا به ما نشون میدن، یه ترسیم که شامل تعدادی از خطوط هستش. خب ببین اینجا ما نمیتونیم این لاین رو جابجا بکنیم. ببین مثلا من این خط رو، این نقطه‌اش رو بگیرم جابجا بکنم اینجا قرار بدم، ولی اینجا میتونم این نقطه رو بگیرم جابجا بکنم اینجا قرار بدم. یک همچین تغییری در شکلم ایجاد میشه. اینجا خط من فقط خودش تغییر پیدا میکنه. میبینید هر جایی ببرم فقط خودش تغییر میکنه. یا مثلا این رو بیارم اینجا قرار بدم، مثلا یک همچین تغییری ایجاد میشه. ولی اینجا هر تغییری در این ترسیم من انجام بدم به کل شکل تأثیر میذاره و یک اثر موندگار رو در کلیت این شکل ایجاد میکنه. پس پولی لاین به هم چسبیده هستش، خطوطی هستن که به هم چسبیدن. حالا جلوتر با اکسپلود هم آشنا خواهیم شد و نحوه تبدیل پولی لاین به لاین ها رو هم یاد خواهیم گرفت که دستور اکسپلود برای ما عمل انفجار رو انجام خواهد داد، عمل جدا کردن ترسیمات از همدیگر رو انجام خواهد داد. جلوتر بهش خواهیم پرداخت. فعلا بحث پولی لاین رو میبریم جلو. این یه تفاوت. تفاوت دوم، من پولی لاین رو فعال میکنم، کلیک میکنم و ترسیم میکنم. من وسط ترسیما نیاز پیدا میکنم که آرک بکشم. میتونم A رو از روی کیبورد بزنم و اینتر کنم. ببینید تبدیل میشه به آرک، تبدیل میشه به قوس برای من. خب من از این قوس میتونم استفاده کنم برای ادامه ترسیماتم. مثلا من تا اینجا میخوام یه قوسی رو بزنم، کلیک میکنم، ادامه دیگه نمیخوام به صورت قوسی باشه. چیکار میکنم؟ میخوام برگردم به حالت لاین. خب L رو میزنم، اینتر میکنم، دوباره برمیگرده به صورت خطی، ترسیمم رو ادامه میدم. اینجا میتونم با زدن C و اینتر کار رو ببندم. میبینید به این صورت که ملاحظه میفرمایید. سی اینتر رو زدم در حین فعال بودن دستور پولی لاین و اینجا بسته شد. خب نکته، ما تونستیم با پولی لاین، درسته اسمش لاینه، ولی آرک هم بکشیم. یه تیکه کمان هم اضافه کردیم. این تفاوت پولی لاین با لاین هستش. به این صورت که ملاحظه میفرمایید. همچنین ما میتونیم به وسیله پولی لاین کاری دیگه هم انجام بدیم. ببینید من پولی لاین رو فعال میکنم، این پایین برای ما قسمت های مختلفی میاره. ما میتونیم عرضش رو مورد هدف قرار بدیم، عرضش رو تغییر بدیم یا طولش رو روش کار بکنیم. اینا همه گزینه‌هایی هستن که پولی لاین داره و ما ازش میتونیم استفاده بکنیم. کلوز هم کمون سی هست، اگه کلیک بکنیم خود به خود بسته میشه. پس پولی لاین برای ما خطوط چنگانه رو ترسیم کنه، چند تا خط، چند تا ترسیم که به هم دیگه متصل هستن رو ایجاد میکنه. خب بعد از پولی لاین نوبت میرسه به سیکل. سیکل برای ما دایره ترسیم میکنه. ترسیم دایره با این دستور فعال میشه. من میتونم در محیط نرم افزار هم روی آیکونش کلیک بکنم که فعال بشه، هم میتونم سی و اینتر رو بزنم تا دستور فعال بشه. بعد از اینکه فعال میکنم در صحنه هر جایی که دلم بخواد، مثلا روی این ترسیمی که دارم یا اصلا در یک قسمت سفید،
کلیک بکنم و موس رو جابجا بکنم. بعد از اینکه کلیک کردم و دارم موس رو جابجا میکنم، در حین جابجایی از من شعاع میخواد. خب شعاع کار رو باید وارد بکنم. مثلا اینجا شعاع 2.04 هستش، من میگم مثلا به شعاع 3 ترسیم بکنم، اینتر میکنم، یک دایره به شعاع 3 برای من ترسیم میکنه. اگه اینجا اندازه بزنم شعاع 3 رو شاهد هستیم. ملاحظه میفرمایید؟ پس ترسیم دایره به این صورت هستش. ملاحظه میفرمایید؟ حالا یه زیرمجموعه داره که حالتهای مختلفی از ترسیم دایره رو در اختیار ما قرار میده. مثلا به صورت قطری، من اگه این گزینه رو کلیک بکنم و در صحنه کلیک کنم، این بار از من قطر میخواد. من مثلا قطر رو اگه این بار 3 بزنم و اینتر کنم، قطر دایره رو 3 در نظر میگیره دیگه، مثل این حالت شعاع رو 3 در نظر نمیگیره. ببین اگه شعاع بزنم 1.5، چرا 1.5؟ چون من قطر رو 3 تعریف کردم و حالت ترسیم دایرم به این شکلی بود که ملاحظه میفرمایید، یعنی به صورت قطری بود. حالت های دیگه دایره رو هم در ادامه داریم. مثلا تو پوینت رو داریم به صورت دو نقطه، یعنی دو تا نقطه رو مشخص کنیم بین اون دو تا نقطه برای ما دایره ایجاد بکنه. من کلیک میکنم، ببینید مثلا میگم از این نقطه بیار تا این نقطه یه دایره بزن. میبینید کلیک میکنم اینجا نقطه دوم رو مشخص میکنم. خب یا مثلا میتونم سه نقطه ای بزنم، بیام اینجا 3 پوینت رو بزنم، سه نقطه ای، بگم مثلا از این نقطه تا این نقطه تا این نقطه دایره من روی این سه تا نقطه بیفته. به این شکل یه دایره برای من ایجاد میکنه. حالت های مختلفی داریم برای دایره. میتونیم حالت ماماس رو مشخص بکنیم در حالتی که یک شعاع هم براش در نظر گرفتیم. به عنوان مثال من اینجا رو دیلیت میکنم، اینجا تعدادی خط ترسیم میکنم به این صورت. خب یا اینجا این قسمت رو مشخص میکنم که به این صورت میخوام ترسیم بکنم. از من میخواد نقطه ای رو به عنوان شروع مماسه این دایره مشخص کنم. من مثلا اینجا کلیک میکنم، یه نقطه دیگه میخواد روی آبجکت، بعد از من شعاع میخواد. مثلا من همین عددی که از 14 رو تایید میکنم و اوکی میکنم. خب ایجاد نشد. ببینید دوباره من میام اینجا مماس، حالت مماس به صورت شعاعی رو مشخص میکنم، اجراش میکنم، میام اینجا از من نقطه اول رو میخواد، میگه specify point on object for first tangent of circle. خب یعنی نقطه اول برای مماس رو مشخص کن، در واقع نقطه رو روی آبجکتی که میخوای مماس بشه. من نقطه اول رو اینجا مشخص میکنم، میگم مثلا این خطم باشه. حالا از من سکند رو میخواد، دومی رو میخواد، دومی هم میگم این باشه. بعد از من یه شعاع میخواد، من مثلا شعاع رو میزنم 14 و اینتر میکنم. خب ببینید یه دایره به شعاع 14 در حالت که مماس هستش برای این دوتا خط برای من ایجاد میکنه. حالا اگه یه شعاع برای این دایره بزنم 14 رو خواهم داشت. اینم یه حالت دیگه برای ترسیم دایره. خب حالت بعدی اینه که مماس بشه به سه تا خط. من یه لاین دیگه مثلا اینجا ترسیم میکنم، بعد میام یه لاین دیگه هم اینجا ترسیم میکنم، این رو حذف میکنم. خب این حالت رو انتخاب میکنم، میگه نقطه اول رو مشخص کن، میگم مثلا اینجا باشه. یه نقطه دوم رو مشخص کن، میگم اینجا باشه. میگه نقطه سوم رو مشخص کن، میگم اینجا باشه. یه دایره ترسیم میکنه بین این سه تا نقطه‌ای که مشخص کردم. دایره رو در واقع محاط میکنه، مماس میکنه با این سه تا خطی که داشتم. پس حالت‌های مختلفی از ترسیم دایره رو هم با هم یاد گرفتیم. ترسیم بعدی مربوط میشه به ترسیم کمان یا آرک. آرک به ما این امکان رو میده تا ترسیم کمان رو در محیط نرم افزار اتوکد انجام بدیم و ازش خب استفاده بکنیم برای ترسیمات کمانی. خب من این دایره رو دیلیت میکنم، بعد میام اینجا آرک رو من میتونم هم از اینجا کلیک بکنم. قبلش من این سیرکلم رو برمیگردونم به حالت اول که به صورت ریدیوس باشه. خب آرک رو من میتونم هم از اینجا کلیک بکنم، هم میتونم در صحنه تایپ بکنم. ببینید A رو اگه بزنم اینجا آرک رو نشون میده، میتونم انتخاب بکنم و آرک رو ترسیم بکنم.
خب میام به چه صورت ترسیم میکنم؟ بعد از اینکه آرکی رو فعال میکنم از من نقطه شروع رو میخواد. نقطه شروع میگم مثلا اینجا رو مشخص میکنم. از من نقطه دوم رو میخواد. نقطه دوم رو مثلا اینجا قرار میدم. بعد میاد یه پریویو، یه پیشنمایشی رو از ترسیم آرکم برای من مشخص میکنه و میگه نقطه نهایت رو برای من مشخص کن. مثلا نقطه نهایی میگم اینجا باشه. این آرک رو برای من ترسیم کرد. خب آرک انواع مختلفی داره. اینی که من ترسیم کردم 3 پوینت بود، 3 نقطه بود. یعنی من میومدم 3 تا نقطه مشخص میکردم. حالا این خطوط رو من دیلیت میکنم. ببینید 3 تا نقطه، 1 2 3. میبینید دوباره فعال میکنم فرمان رو، 1 2 3، 3 تا نقطه. آرک 3 نقطه هستش. حالت های مختلفی داره آرک. آرکی حالت داره استارت، سنتر و اند، یعنی نقطه شروع، وسط و انتها. مثلا من اگه این رو بخوام ترسیم بکنم از من استارت رو میخواد. خب من میگم از اینجا شروع شو. بعد میگه سنترم رو مشخص کن، مرکزم کجا باشه. میگم مرکزت مثلا اینجا باشه. میگه نقطه آخرم کجا باشه. ببین نقطه آخرش رو داره به من پیشنمایش نشون میده که کجا قرار بدم. ببینید شروع رو اینجا در نظر گرفته بودم، سنتر رو الان اینجا در نظر گرفتم، نقطه آخر رو میخواد. من مثلا میگم یه همچین آرکی رو میخوام. میتونم حتی زاویه بدم به کار، مثلا بگم یک آرک به میزان 50 درجه برای من ترسیم کنه و اینتر کنم. یک آرکی رو با این مشخصات برای من ایجاد میکنه. حالت بعدی استارت، سنتر، انگل. خب با این من میتونم شروع، سنتر، مرکز و زاویه‌اش رو مشخص کنم. انتخاب میکنم. ببینید سنتر استارتش رو میخواد، استارت رو از اینجا در واقع میخواد. استارت رو که میخواد من استارت رو میگم از اینجا شروع کن. بعد سنتر رو میخواد، میگم مرکزت اینجا باشه. بعد موس رو که جابجا میکنم میبینید از من زاویه میخواد که چه زاویه ای رو شامل بشه. من میگم مثلا 120 درجه و اینتر میکنم. همچین زاویه ای رو برای من در کمانم در نظر میگیره. دیلیت میکنم صفحه خلوت بشه. حالت بعدی استارت، سنتر، لنگز. خب با این گزینه ما میتونیم شروع، مرکز و طول کمان رو مشخص کنیم. میگم از اینجا شروع کن، مرکزت اینجا باشه. خب به این صورت که ملاحظه میفرمایید. بعد طولش رو هم باید مشخص بکنم. میگم طولت مثلا 100 واحد باشه. اینتر میکنم. یه همچین کاری رو برای من ترسیمش رو انجام میده که آرک هستش. دیلیت دوباره. حالت بعدی استارت، اند، انگل. شروع، انتها و زاویه. من مثلا میخوام فعالش بکنم اینجا، از من استارت رو میخواد. بعد میام جلوتر، نقطه آخر رو میخواد، میگم آخرت اینجا باشه. بعد از من نهایتا یه زاویه هم میخواد. زاویه رو باید مشخص بکنم که چقدر باشه. مثلا میگم 120 درجه و اینتر میکنم. یک همچین حالتی از ترسیم کمان رو برای من مشخص میکنه. دیلیت میکنم. و حالتهای دیگه که من ادامه نمیدم چون اکثرا شبیه هم هستن. میتونید حالتهای مختلف رو شما اینجا به عنوان تمرین انجام بدین. حالتهای مختلفی از آرک رو در ترسیمات مختلف میشه مورد استفاده قرار داد. اگه بخواین با این دستورات به صورت پیشرفته تر آشنا بشین، پیشنهاد میکنم از آموزش هایی که در خصوص اتوکد در سایت فرادرس منتشر شده استفاده بفرمایید. آموزش های مختلفی که میتونم خدمتون عرض بکنم طراحی و ترسیم پروژه های ویلایی با نرم افزار اتوکد هستش، طراحی و ترسیم پروژه های آپارتمانی با اتوکد هستش، آموزش نقشه کشی سازه های بتونی و همچنین آموزش نقشه کشی سازه های فلزی. آموزش هایی هستن که میتونن به شما کمک بکنن در بحث کار با اتوکد و ارتقای سطح مهارتتون در این نرم افزار. حالا ما در این دوره به صورت تئوریوار بیشتر و در حد معرفی آیکون ها در خدمت شما هستیم. به صورت پروژه اگه بخواید این نرم افزار رو بهتر یاد بگیرید، میتونید به همچین آموزش هایی که اسامیشون رو خدمتتون عرض کردم روی سایت فرادرس مراجعه بفرمایید و از اینها استفاده بفرمایید. خب بعد از آرک ترسیم بعدی که بهش میپردازیم رکتنگل هستش. رکتنگل برای ما مستطیل ترسیم میکنه. رکتنگل هم از اینجا فعال میشه با کلیک بر روش و هم با زدن R E C از روی کیبورد و نهایتا فشردن کلید اینتر. رکتنگل الان برای ما فعال شد. رکتنگل اول از ما میخواد که نقطه گوشه مستطیل رو انتخاب کنم. من میگم مثلا اینجا باشه.
بعد موس رو جابجا میکنم، میگه اون یکی نقطهش رو هم مشخص کن، آدر رو میخواد. اون یکی رو میگم اینجا باشه. الان برای من یک حالت ساده ای از مستطیل رو ترسیم کرد. دیلیت میکنم. دوباره REC Enter. نقطه شروع رو میگه مشخص کن، میگم مثلا اینجا باشه. موس رو جابجا میکنم. خب در ادامه میتونم اندازه بزنم. به چه صورت؟ بگم مثلا طولت 5 واحد باشه و رو میزنم، اون یکی بودت هم 10 باشه. اینتر میکنم. ببینید 5 در راستای محور X اومد، 10 در راستای محور Y اومد و یک مستطیل 5 در 10 برای ما ترسیم کرد. به کمک رکتنگل ما صرفا مستطیل نمیتونیم ترسیم کنیم، ما مربع میتونیم ترسیم کنیم. ببینید فعال میکنم، میام اینجا کلیک میکنم، بعد میگم 7 واحد در راستای محور X بیا و 7 واحد دیگه هم در راستای محور Y بیا و اینتر. میبینید یه مربع 7 در 7 برای من ایجاد کرد. 7 در 7 رو من اینجا دارم. به این صورت اسکیپ رو میزنم، از دستور خارج میشم. حالا در مورد دایمنشن ها صحبت خواهیم کرد. پس به کمک رکتنگل ما میتونیم مستطیل ترسیم بکنیم، مستطیلی که به ما این امکان رو میده ترسیمات مختلفی رو انجام بدیم باهاش. مثلا اگه رشته شما مهندسی باشه میتونید از آموزش طراحی پلان مدرسه استفاده بکنید. روی سایت فرادرس که از این موضوعات به وفور استفاده کرده، از این دستورات برای انجام ترسیمات در خصوص حالا دیوارها، بحث تقسیم بندی فضاها و پارتیشن و معماری داخلی فضاها، اینا همشون در واقع توی آموزشی که حین این دوره خدمتتون معرفی می‌کنن روی سایت فرادرس قرار داره صحبت کردن که میتونید برای حرفه‌ای شدن در این خصوص از این آموزش‌ها استفاده بفرمایید. ترسیم بعدی پالیگان هستش. به کمک پالیگان ما میتونیم چند زلی ترسیم بکنیم. پالیگان برای ما 5 زلی به بالا رو ترسیم میکنه. 4 زلیو که خب با رکتنگل میتونیم ترسیم بکنیم، ولی با پالیگان میتونیم از 5 زل و به بالا رو ترسیم بکنیم. هم میتونم اینجا کلیک بکنم و بیام در صحنه کارم رو انجام بدم، هم میتونم اینجا مشخص بکنم که POL و پالیگان دستورش اینجا برای من بیاد. POL شورتکاتش هستش و فعال بکنم. حالا از من تعداد گوشاش رو میخواد. من اگه 4 رو بزنم و اینتر کنم برای من 4 زلی ترسیم خواهد کرد که حالا به چه صورت باشه رو حالا خدمتون عرض میکنم. ببینید الان برای من فقط 4 زلی داره ترسیم کنه. خب من این رو میتونستم با همون رکتنگل هم ترسیم بکنم. قابلیت پالیگان در 5 زلی و بالاتر هستش، چون 4 زلی رو ما بالاخره با رکتنگل میتونیم ترسیم بکنیم. 3 زلی هم البته میتونیم با پالیگان ترسیم بکنیم. ببینید من اگه 3 رو بزنم و اینتر کنم، خب مثلث برای ما ترسیم خواهد کرد. به این شکل که ملاحظه میفهمید. پس پالیگان به طور کلی چند زلی ترسیم میکنه؟ 3 زلی، 4 زلی، 5 و به بالا. حالا 5 به بالا بیشتر برای ما کاربرد داره. 3 و 4 زلی هم ترسیم میکنه، ولی خب 4 زلی رو ما میتونیم با رکتنگل هم ترسیم بکنیم. 3 زلی هم که میتونیم با لاین و پلی لاین، اون مثلثی که مد نظرمون هستش رو ترسیم بکنیم. پالیگان برای اضلاع بالاتر بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. مثلا ما بخوایم یه 8 زلی ترسیم بکنیم، اگه بخوایم با لاین و پلی لاین و مواردی از این قبیل این 8 زلی رو ترسیم بکنیم خیلی سخت خواهد شد، ولی خیلی راحت میتونیم پالیگان رو فعال بکنیم، 8 رو بزنیم، اینتر کنیم، نقطه رو مشخص بکنیم و ترسیممون رو انجام بدیم. یک 8 زلی به ما تحویل میده به این زیبایی که ملاحظه میفرمایید. حالا زیر مجموعه های پالیگان رو هم خدمتتون عرض بکنم. ببینید پالیگان رو وقتی کلیک کنید، فعال کنید، میاد اول از ما تعداد لبه ها رو میخواد. من میگم مثلا 6 زلی باشه، اینتر میکنم. میگه نقطه شروع رو مشخص کن، میگم از اینجا شروع کن. حالا دو تا حالت برای ما در نظر میگیره. یکی اینه که محدود بشه به یک دایره یا دایره توش محدود بشه. حالا من حالت اول رو انتخاب میکنم، ترسیمم رو انجام میدم. ببینید اینجا یه شعاع در ادامه از من میخواد که 5 رو میزنم و اینتر میکنم. خب اگه یه دایره اینجا ترسیم بکنم به شعاع 5 و اینتر کنم، ببینید چند زلی من رو، 6 زلی من رو اوورد داخل یه دایره به شعاع 5 محدود کرد. حالا دوباره فعال میکنم، کلیک میکنم، حالا دوم رو فعال میکنم. خب الان 5 رو میزنم برای شعاع و اینتر میکنم. یه دایره در ادامه میام اینجا ترسیم میکنم به شعاع 5 و اینتر میکنم.
ببینید این دایره داخل چند ضلعی من افتاد و این دایره خارجش. در واقع با این دایره ها خدمتون به صورت کامل نمایش داده میشه که حالت های مختلف در زمان ترسیم پالیگان که به چه صورت باشه این دوتا نمایش داده میشه. حالت اول چند ضلعیم رو میاره داخل یک دایره محاط میکنه، حالت دوم میاد دایرمون رو داخل یک چند ضلعی محاط میکنه که خب بسته به نیازتون میتونید از این ترسیمات هم استفاده بکنید. دستور بعدی الیپس هستش. با الیپس ما میتونیم بیزی ترسیم بکنیم و کلن اشکال گرد شکل رو با این دستور ترسیم میکنیم. خب حالت های مختلفی داره. من همون حالتی که پیش فرض نرم افزار داره را ابتدا امتحان میکنم. من میتونم اینجا کلیک بکنم و بیام داخل صحنه، یا اینکه EL رو از کیبورد بزنم و پیش فرض میبینید الیپس رو برای من میاره به عنوان دستوری که میتونم باهاش بیزی ترسیم بکنم. خب بعد از اینکه فعال کردم دستور رو و اجرا شد، در صحنه موسم رو که حرکت بدم اینجا میبینید نوشته که در واقع آکس های الیپس رو مشخص بکنید. من یک کلیک میکنم و موسم رو جابجا میکنم. از من نقطه دیگه آکس اول الیپس هم رو میخواد. هم من میتونم عدد بزنم، هم میتونم با موسم مشخص بکنم. من مثلا میگم 25 واحد، اینتر میکنم. ببینید این بعد من در راستای محور X دیگه ثابته. الان بیزی من فقط در راستای محور Y داره حرکت میکنه. حالا میگه دیستنس اون یکی آکس رو هم مشخص کن، یعنی طول اون یکی آکس رو. دیگه نمیگه نقطه اول، چون الان دیگه بیزی من کنارهاش مشخصه در راستای محور X، صرفا یه طول میخواد برای این قسمت. خب من این بعدش رو میگم مثلا 20 باشه و اینتر میکنم. یک همچین بیزی رو برای من شکل میده. ببینید اون 20 متری که من وارد کردم، در واقع 25 متری که وارد کرده بودم اینجا هستش. 20 متر دومی که زدم شعاع بود، یعنی اینجا قطر بود اون 25 اول، دومین عدد شعاع بود. خب این حالت برای ترسیم بیزی. یه حالت اکسیس اند رو داره. خب من در واقع آکس رو میتونم مشخص کنم و انتا رو کلیک میکنم، میام در صحنه. از من میخواد نقطه آخره الیپس رو مشخص کنم. من میگم مثلا اینجا باشه، میتونم یه طولم مشخص بکنم، میگم مثلا این طول باشه. خب حالا از من یه دیستنس دیگه میخواد، میگه طول کار چقدر باشه، ارتفاع کار. میبینید در راستای محور وای میتونم مشخص کنم مثلا 35 باشه و اینتر کنم. یک همچین بیزی رو برای من ترسیم میکنه که خب شبیه دایره هم هستش. حالت بعدی هم که به صورت الیپتیکال هستش. خب به صورت الیپتیکال به این حالت هستش که یک کمان از یک بیز رو میتونیم ترسیم بکنیم. خب من یه نقطه مشخص میکنم، یه نقطه دیگه مشخص میکنم و به این صورت بیزی رو ترسیم میکنم. بعد روی اون بیزی میام مقدار کمانی که میخوام رو مشخص میکنم، مثلا اینقدر. به این شکل یک آرک از یک بیزی رو برای من ترسیم میکنه. ببین دوباره فعال میکنم، میام اول بیزیم رو ترسیم میکنم، میگم مثلا یک بیزی با طول 50 و خب ارتفاع مثلا شعاعی 60 باشه، و بعد میگه سنترت رو مشخص کن، زاویه‌اش رو میگم مثلا 0 باشه و اینتر. خب حالا من میتونم از این 0 شروع بکنم، بیام مثلا 90 درجه، میگم 90 درجه و اینتر کنم. 90 درجه از بیزی که من ترسیم کردم رو به صورت کمان داره به من میده، که اگه انتخاب بکنم این کمان رو، ببینید پریویو داره میده که این کمان تکه ای از یک بیزی هستش، یک کمان معمولی نیستش. این کمان رو نمیشه با آرک ترسیم کرد، این کمان یک کمان از یک بیزی هستش. کمان هایی که با آرک ترسیم میکنیم تکه ای از یک دایره هستن، اما کمانی که ما اینجا داریم ترسیم میکنیم تکه ای از یک بیزی هستش. پس به این صورت ما میتونیم حالتهای مختلف بیزی رو هم ترسیم بکنیم. دیلیت میکنم. خب بعد از بیزی در قسمت درا ما هچ رو داریم. هچ برای هاشور زدن به کار میره. با هاشور زدن ما میتونیم جنسیت، خاصیت و کلا ویژگی های
هر ترسیمی رو مشخص بکنیم. برای مثال توی آموزش ترسیم جزئیات ساختمانی با اتوکد که روی سایت فرادرس هستش، ما اومدیم برای متریال های مختلف هاشورهای خاصی رو تعریف کردیم. برای مثال هاشور بتون زدیم، برای مثال هاشور آجر زدیم، هاشور سفال زدیم، هاشور خاک زدیم. اینا با هاشور، با هچ مشخص میشن. ما از هچ در نرم افزار اتوکد برای همچین کارهایی استفاده میکنیم. نکته، برای اینکه ما بتونیم هچ بزنیم در نرم افزار اتوکد، محیط باید بسته باشه. فضای باز رو ما به هیچ عنوان نمیتونیم در نرم افزار اتوکد هچ بزنیم یا هاشور بزنیم. حتما باید یه فضای بسته باشه. حالا منظور از فضای بسته یعنی چی؟ ببینید، مثلا من یک همچین ترسیمی رو دارم. خب این انتهاش بازه. این انتهای باز هیچ موقع هاشور نمیخوره. عمرن اینجا هچ بشه. مگه اینکه ما بیایم اینجا رو ببند. این شد یه محیط بسته. این شد یه فضایی که داخلش میشه هچ زد. یا هر شکل دیگه، ما مثلا میتونیم از چند ضلعی استفاده بکنیم. مثلا یه هفت ضلعی ترسیم بکنم به این صورت. این بسته است. این داخلش به خوبی هاشور میخوره. یا مثلا رکتنگل، مستطیل یا دایره. اینا همشون داخلشون هاشور میخوره. چون بسته هستن. ولی مثلا یه پولیلان بخوام ترسیم بکنیم به این شکل، این انتهاش بازه، این بسته نیستش، این هیچ وقت هاشور نخواهد خورد مگه اینکه اینجا بسته بشه. میبینید این نقاطی که نشون داده میشه روی ترسیما اسنپ هستش، میشه با اینا ویرایشایی رو روی ترسیمات انجام داد. حالا شما میتونید از آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد استفاده بکنید. در این خصوص توضیحات رو خدمتتون اونجا به صورت مبسوط دادن. خب میام سراغ هچ. من با کلیک بر روی این گزینه منوی رو برای خودم باز میکنم که توی این منو خواهم تونست حالتهای مختلف هچ یا همون هاشور و تنظیمات اونا رو مشخص بکنم. خب اول از همه من پیک پوینت رو میزنم تا مشخص بکنم. مثلا میگم اینجا میخوام یه هاشور بزنم، کلیک میکنم، این محیط برای من انتخاب میشه. مرحله بعد چی هستش؟ مرحله بعد اینه که من بیام اینجا نوع هاشورم رو مشخص بکنم. اینجا هاشورهای مختلفی دارم. میتونم چیکار کنم؟ این گزینه رو بزنم و یه منوی بزرگتری برای من باز بشه که انواع اقسام هاشورها رو اینجا میتونین ببینید. با بردن موس روی هر کدوم یه پریویو داخل صحنه داره به من نشون میده. ببینید مثلا این هاشور، هاشور مربوط به آجر هستش. این هاشور، هاشور کف‌سازی میتونه باشه. بعد در ادامه این هاشور خودش میتونه هاشور کاشی باشه. هاشور بتون رو ما اینجا داریم. مثلا من میتونم هاشور بتون به اینجا اعمال کنم. مثلا همین هاشور بتون رو میخوام اعمال بکنم. خب کلیک میکنم و به این صورت به محیط بسته من هاشور بتون اعمال میشه. حالا ادامه یه تنظیماتش. خب در ادامه من میام جلوتر. خب پترنش رو که اینجا مشخص کردم، مثلا میتونستم سالید بکنم که یه رنگ سالید باشه که رنگش رو اینجا مشخص بکنم مثلا این رنگ باشه، یه هاشور سالید کامل رنگ بشه داخلش. میتونستم گرادینت بذارم که یه طیف رنگی باشه. خب یا میتونستم پترن بذارم که همون حالت بتون باشه. خب بتون رو من اینجا مشخص میکنم رنگش به چه صورت باشه، مثلا مشخص میکنم به همین رنگی که انتخاب میکنم باشه. بعد اینجا ما میتونیم یه بک‌گراند برای کار در نظر بگیریم، یعنی هاشور بخوره ولی پس زمینش هم یه رنگی باشه. میبینید رنگش رو میشه اینجا مشخص کرد. مثلا من این رنگ رو انتخاب میکنم به عنوان بک‌گراند. جلوتر اینجا از من میخواد که میزان ترانسپرنسی هچ رو مشخص بکنم که هاشور من محو باشه یا به این صورت کامل دیده بشه. ببینید هر چقدر این مقدار رو من کلیک میکنم و افزایش میدم، ترانسپرنسی هچ هم زیاد میشه. ببینید الان روی 90 محو محو میشه و روی 0 کامل هچ من دیده میشه. خب زاویه هاشور رو میتونم اینجا تغییر بدم. ببینید میتونم زاویه‌اش رو بچرخونم، حالت‌های مختلف بهش اعمال بکنم. حالا این زاویه رو میتونیم اینجا وقتی که اسکیلش کمتر شد بهتر درک بکنیم. من اسکیل رو بگم خدمتون. در این قسمت ما میتونیم اسکیل هاشور رو ریسترش بکنیم. مثلا الان میبینیم که این هاشور بتون خیلی بزرگ هستش. از این قسمت من میزان 0.2 رو وارد میکنم، اینتر میکنم، به این صورت هاشور ریستر میشه. خب بازم بزرگ هستش. میتونم اون یه 0 مثلا 0.05 رو بزنم به این صورت. یه مقداری اوکی شد. خب
الان من هاش رو بتون رو اعمال کردم، حالا میتونم زاویهش رو تغییر بدم. ببینید مثلا میتونم بچرخونم، حالا من با بیشتر کردن این زاویه دارم هاشور بتونم رو میچرخونم با انگلی که اینجا هستش. من کلیک میکنم و این رو درگ میکنم، به این صورت مقدار تغییر میکنه. این فیلد جلو اینجا میتونیم مقدارم وارد بکنیم، مثلا اینجا رو انتخاب بکنم این صفر رو و مقدار مثلا 90 رو وارد کنم و اینتر کنم، 90 درجه روتیت میشه. همینطور برای ترانسپرنسی هم میتونیم اینجا مقدار وارد کنیم، مثلا 50 در نظر بگیریم، یه مقداری ترانسپرنت بشه کار. خب به این صورت ما یه هاشور ابتدایی رو برای کار اعمال بکنیم. من بعد از اینکه کارم تموم میشه میام close hatch creation رو میزنم و هاشور من به این جسم اعمال میشه. خب یه حالت دیگه یه هاشور، ببینید من کلیک میکنم دوباره روی هاش، این بار میتونم از اینجا یه آبجکت انتخاب کنم. اینجا من پیک پوینت رو زدم، پیک پوینت در واقع برای من میاد محیط بسته رو انتخاب میکنه. خب میتونم با سلکت یه آبجکت در صحنه، یه ترسیم در صحنه رو انتخاب بکنم که این ترسیم داخلش چی بشه؟ داخلش هاشور اعمال بشه. سلکت رو میزنم میام داخل صحنه دنبال آبجکتی که میخوام بهش هاشور بزنم میگردم. مثلا میخوام همین شکل رو هاشور بزنم داخلش. به معنی که من کلیک بکنم هاشور بهش اعمال میشه. خب میام این بار هاشورش رو عوض میکنم، مثلا یه رنگ دیگه میام، مثلا به جای اینکه پترن بدم اینجا منو این بار گرادینت رو باز میکنم. گرادینت یه طیف رو به ما نشون میده. خب این در واقع نوع هاشور رو هم یاد بگیریم بهتره و خب میتونیم در واقع کامل‌تر بشیم در زمینه هاشور زنی. بعد از اینکه این نوع هاشور رو انتخاب کردیم ما میتونیم اینجا حالت‌های مختلفی رو براش اعمال بکنیم. مثلا رنگ اول همونطور که اینجا ملاحظه میفرمایید از این قسمت شروع بشه، از آبی مثلا بیاد رفته رفته کم رنگ بشه و زرد خودش رو نشون بده و نهایتا به زرد کامل برسه. یا این حالت از آبی شروع بشه بیاد وسطا زرد بشه بعد دوباره برگرده آبی بشه. یا این حالت، یا این حالت که مرکزش آبی باشه اطراف زرد باشه. خب یا این حالت، مثلا این حالت رو انتخاب میکنم. خب میام تنظیماتش رو بررسی میکنم. در این قسمت من میتونم رنگم رو مشخص بکنم، رنگ اولم که الان آبیه من میتونم تغییر بدم، مثلا گرین بکنم، سبزش بکنم. در این قسمت من رنگ قسمت وسط رو میتونم انتخاب بکنم، مثلا رنگ قسمت وسط هم رد باشه، قرمز باشه. پس رنگ اول و دومم رو اینجا میتونم انتخاب کنم. ترانسپرنت رو اینجا میتونم کم و زیاد بکنم، همون بحث ترانسپرنسیه و شفافیت هاشورم که مثلا 20 واحد باشه، یه مقدار 20 رو اینجا وارد میکنم. زاویه چرخشش هم که الان به کار ما نمیاد چون به صورت دایره‌ای هستش. من مثلا اگه اینو برگردم سر جای خودش، مثلا اگه این حالت رو انتخاب میکردم و اینجا زاویه رو میچرخونم، میبینید هاشور منم داره میچرخه، مثلا به صورت 45 درجه در نظر میگرفتمش، به این شکل اعمال میشه. خب این قسمت در مورد تینت و شیدها، سایه ها هستش، کاری باش نداریم. و در ادامه ما یه مچ پروپرتیز هم اینجا داریم. مچ پروپرتیز در خصوص این هستش که هاشورهای دیگه رو اعمال بکنیم به هاشور فعلیمون. ببین من الان مچ پروپرتیز رو اجرا کردم، اومدم روی این هاشور بتون کلیک کردم و این هاشور گرادینت من تغییر شکل داد به هاشور بتونم. کنترل زد میزنم که این کار انجام نخواهد شد چون من در حالت اجرای دستور هستم. دوباره برمیگردم گرادینت رو انتخاب میکنم. پس با مچ پروپرتیز ما میتونیم هاشور فعلیمون رو مطابقت بدیم با هاشورهای دیگه که در صحنه داریم. این حالت کی به درد میخوره؟ زمانی به درد میخوره که ما تنظیمات این هاشور رو نمیدونیم، میخوایم عین این هاشور رو به اینجا اعمال بکنیم. چیکار میکنیم؟ میایم اینجا هاشور رو میزنیم، سلکت رو میزنیم، مثلا این رو انتخاب میکنیم. بعد الان این یه هاشور سالید خورده، درسته؟ میخوام عین همین هاشور اینجا بخوره. چیکار میکنم؟ میام مچ پروپرتیز رو میزنم، بعد میام روی این کلیک میکنم، عین همین رو با تنظیمات که داره کامل اعمال میکنه به این مستطیل. پس مچ پروپرتیز یک همچین کاریو برای ما انجام میده که خب گزینه خیلی خوب و به درد بخوری هستش. خب اوکی میکنم. اینجا حالا حالت گرادینت رو عرض کردم خدمتتون که به چه صورت به کار میاد. حالت باندری رو هم داریم که در حالت باندری ما وقتی انتخابش بکنیم از ما پیک پوینت میخواد، که مثلا میتونم اینجا پیک پوینت رو بزنم، اینجا کلیک بکنم، هر جا که کلیک بکنم داخلش هاشور زده خواهد شد. اوکی میکنم. ببینید
باندری برای ما یه محیط بسته ایجاد میکنه تا بتونیم داخلش پاشور بزنیم. مثلا من با لاین یه سری ترسیمات انجام دادم. خب این ترسیم تیکه تیکه هستش. درسته داخلش هاشور اعمال میشه. ولی باندری به ما این امکان رو میده که از ترسیماتی که به این صورت تیکه تیکه هستش یه ترسیم ایجاد بکنیم. من پیک پوینت رو میزنم اینجا کلیک میکنم و اینتر میکنم. ببینید الان یه محیط بستر داریم. حالا من اگه این رو موو کنم، در مورد موو صحبت خواهیم کرد جلوتر. زیرش همون خطوط تیکه تیکه هستن. ولی یه باندری اینجا تولید شد برای من. باندری یه محیط بسته هستش. حالا میتونم خیلی راحت به این باندریم هم هاشور اعمال بکنم. اینجا هاش رو انتخاب میکنم، سلکت رو میزنم، انتخاب میکنم و بهش هاشورم رو اعمال میکنم. یه همچین حالتی. پس باندری این کار رو انجام میده. علاوه بر اینکه هاشور بزنیم، کاربردهای دیگه هم داره باندری. باندری کلا برای ساختن محیط‌های بسته هستش. در مورد این باندری ها توی آموزش‌های مختلف در سایت فرادرس صحبت شده. آموزش‌های مختلفی در زمینه اتوکد در سایت فرادرس هستش که در مورد همین باندری صحبت شده و به صورت حرفه‌ای از این دستور استفاده شده. خب ما باندری رو که بزنیم یه پنجره باز میشه که حالا من پیک پوینت رو گفتم برای حالا حرفه‌ای شدن و سایر گزینه‌های این قسمت میتونید از آموزش‌های روی سایت مثل آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد استفاده بکنید و در این زمینه هم حرفه‌ای تر بشید. من این ترسیمات رو دیلیت میکنم تا صحنه خلوت بشه. در این بخش در خصوص یه سری دستوراتی صحبت میکنیم که امکانات به حساب میان در محیط نرم افزار اتوکد برای اینکه بتونیم تغییر حالت بدیم ترسیماتمون رو. خب ما تا اینجا در خصوص درا و گزینه‌هاش صحبت کردیم. حالا زیر مجموعش اینجا ما میتونیم یه سری ترسیمات دیگه هم انجام بدیم که اینا رو میتونید برای اینکه بیشتر در موردشون یاد بگیرید به آموزش‌های روی سایت مراجعه بفرمایید. آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد در سایت فرادرس میتونه مرجع مناسبی برای یادگیری یک چنین دستورات اضافه‌ای باشه. همچنین در خصوص بحث کاربرد و نحوه استفاده از این ترسیمات هم میتونید به آموزش‌های دیگه مثل آموزش کاربردی اتوکد برای ترسیم نقشه‌های فاز 2 معماری یا طراحی و ترسیم پروژه‌های آپارتمانی مراجعه بفرمایید که اونجا کامل نحوه بکارگیری این دستورات رو هم خدمتتون توضیح دادن و میتونید از این آموزش‌ها هم استفاده بفرمایید. خب یه سری ابزار و دستورات خدمتتون میخوام معرفی بکنم مثل موو، روتیت و میرور و همچنین روش‌های انتخاب که اینا کار ما رو برای کار در محیط اتوکد راحت تر میکنه. من یه سری ترسیم انجام میدم. مثلا یه رکتانگل اینجا ترسیم میکنم، کنارش یه رکتانگل دیگه هم ترسیم میکنم، بعد به این صورت چند تا سیرکل هم اینجا ترسیم میکنم، بعد میام با لاین هم یه سری ترسیمات رو انجام میدم، یه دونه آرکم اینجا میکشم به این صورت. خب من یه سری ترسیما دارم به عنوان مثال در صحنه. میخوام روی اینا اون ابزار که کار ما رو راحت تر میکنه رو خدمتتون معرفی بکنم. اولیش موو هستش. خب با موو ما میتونیم جابجا بکنیم. با موو ما میتونیم هر جسم، هر آبجکت، هر ترسیمی که در صحنه ایجاد کردیم رو جابجا بکنیم. هم میتونیم اینجا کلیک بکنیم فعال بشه موو، هم میتونیم از روی کیبورد M اینتر رو بزنیم. M اینتر شورتکاتی هستش که برای فعال کردن دستور موو و جابجایی اشیاء مورد استفاده قرار میگیره. خب من میام موو رو از اینجا فعال میکنم، به من میگه سلکت آبجکتس، یعنی آبجکتایی که میخوای موو بشن رو انتخاب بکن. من میگم مثلا میخوام این کمان رو جابجا بکنم، بعد تایید میکنم، یه اینتر میزنم. از من میخواد که بیس پوینت هم رو مشخص بکنم. مثلا میگم از این نقطه بردار، کلیک میکنم و موسم رو جابجا میکنم. به معنی که موسم رو جابجا میکنم بعد از کلیک یه پریویو به من نمایش میده که دارم این کمان رو به کجا میبرم. میارم اینجا، میارم اینجا، میارم اینجا، هر جایی که بخوام. از من نقطه دوم رو میخواد. من نقطه دوم رو هم میتونم توی صحنه هر جایی که بخوام کلیک بکنم، مثلا بیارم اینجا کلیک بکنم، یا اینکه
دوباره مور رو فعال میکنم، چس رو انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم و از یه نقطه میگیرم برمیدارم. حالا که نقطه دوم میخواد، من هم میتونستم که روی صحنه هر جایی که بخوام کلیک بکنم، همین که میتونم بیارم روی جسمم قرار بدم. مثلا میخوام این کمان از این قسمت یا از این قسمت ادامه پیدا بکنه، مثلا از اینجا ادامه پیدا بکنه، میارم اینجا کلیک میکنم. به معنی که کلیک میکنم از دستور خارج میشم و جابجایی من به این صورت اتفاق میفته. من اومدم کمانم رو جابجا کردم، با موو آوردم به نقطه‌ای که میخواستم اونجا قرارش دادم و میبینید که کمان من از اون نقطه‌ای که این قسمتش بود شروع به حرکت کرد و این نقطهش اومد دقیقاً در این گوشه قرار گرفت. پس به این صورت ما یه جابجایی تونستیم در صحنه ایجاد بکنیم. خب من موو رو دوباره فعال میکنم. من نه تنها یه جسم، چند تا جسم رو همزمان میتونم جابجا بکنم. مثلا به این صورت کادر باز بکنم، این دوتا رو انتخاب بکنم، اینتر کنم و یه بیس پوینت مثلا از اینجا بردارم بیارم اینجا قرار بدم، مثلا به این صورت. این از موو. پس با موو ما میتونیم اجسام رو جابجا بکنیم. حالا یه نکته، من موو رو فعال میکنم، جسم رو انتخاب میکنم، اینتر میکنم، از این نقطه میگیرم جابجا میکنم، میتونم اندازه بزنم به چه صورت، بگم مثلا در این راستا خب 150 واحد جابجا شد، اینتر میکنم، بر اساس اندازه هم جابجا میشه. صرفا اینطوری نیستش، حتما انتخاب بکنیم، کلیک بکنیم و ببریم در محل مورد نظر قرار بدیم. با کلیک میتونیم جابجا بکنیم، ولی دقیق‌تر هم میتونیم رفتار بکنیم، دقیق‌تر هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. به چه صورت؟ به این صورت که انتخاب بکنیم، یا حالا موو رو اول فعال بکنیم، انتخاب بکنیم، تایید بکنیم انتخابمون رو، از یه نقطه بگیریم، بگیم مثلا از این نقطه جابجا شو به میزانی که میخوام، مثلا 100 واحد و اینتر. 100 واحد نسبت به موقعیت قبلیش جابجا شد. نه تنها این مستطیل، تمام آبجکت‌های در صحنه، هر نوع ترسیمی که داشته باشین، موو میتونه با اندازه دقیق مقداری که میخواین جابجایی برای شما انجام بده. این از موو. خب دستور بعدی روتیته. اینجا ملاحظه میفرمایید، اومدیم در زیر مجموعه مودیفای داریم صحبت میکنیم، درا رو دیگه تموم کردیم، درا پروندهش بسته شد، اومدیم توی مودیفای، در زیر مجموعه مودیفای موو رو کار کردیم، حالا نوبت روتیت. با روتیت همونطوری که از شکلش پیداست ما میتونیم بچرخونیم اجسام رو، چرخش ایجاد کنیم. مثلا من میخوام این رکتنگلم رو یه مقداری چرخش بدم بهش، چیکار باید بکنم؟ باید انتخاب بکنم، یا اینکه قبلش روتیت رو کلیک کنم، اینجا سلکت آبجکت بکنم. اما قبلش ببینید، روتیت هم از اینجا انتخاب میشه، من اسکیپ رو میزنم، هم از اینجا انتخاب میشه، هم با زدن R و O از روی کیبورد، R O و اینتر، روتیت برای من فعال میشه. حالا میتونم روتیت انجام بدم. جسمم رو انتخاب میکنم، تایید میکنم با یه دونه اینتر، یعنی میگم که تایید میکنم که این یه انتخاب برای من میخواد روتیت بشه. بعد از من یه بیس پوینت میخواد. بیس پوینت توی بحث روتیت فوق العاده های اهمیت هستش. ببینید این دوتا مستطیل رو من خدمتتون روتیت خواهم کرد، فقط تفاوتش رو میخوام خدمتتون نمایش بدم. ببینید من میام این بار بیس پوینتم رو یک بار مرکز قرار میدم و روتیتم رو انجام میدم. ببینید نسبت به این مرکز دور خودش داره میچرخه. ببینید هر چقدر موس رو جابجا میکنم داره دور خودش میچرخه. مقدار وارد میکنم، میگم مثلا 45 درجه و اینتر میکنم. دقیقاً در محل خودش چرخید. جابجا نشد و نسبت به سنتر خودش چرخ. حالت دوم، میام روتیت رو انتخاب میکنم، فعال میکنم، آبجکتم رو انتخاب میکنم، تایید میکنم با یه اینتر. حالا بیس پوینتم رو این بار به جای اینکه وسط قرار بدم، میارم مثلا اینجا قرار میدم، مثلا اینجا کلیک میکنم. خب موسم رو تکون میدم، ببینید جسم رو داره جابجا میکنه حول اون نقطه‌ای که انتخاب کردم. من اینجا بیس پوینت رو انتخاب کرده بودم، حول بیس پوینت داشت روتیت میشد، اما الان چی؟ الان داره حول یه نقطه جدیدی که من مشخص کردم عمل روتیت انجام میشه. میبینید؟ پس اینجا من یه مقدار براش وارد میکنم، مثلا 45 درجه و اینتر میکنم. ببینید جسم جابجا شد. بیس پوینت توی بحث روتیت فوق العاده حائز اهمیته. وقتی که ما بیس پوینت مشخص میکنیم، در واقع به نرم افزار داریم نشون میدیم که نسبت به اون نقطه برای ما عملیات روتیت رو انجام بده، نسبت به اون نقطه جسم ما رو بچرخون. نرم افزار میاد اون نقطه رو بیس قرار میده، انگار که یک مرکز، یک چوبی رو توی خاک فرو بردیم و جسم رو بستیم به اون چوب و داریم میچرخونیم.
یک همچین حالتیه. یعنی ما اگه بیس پوینت رو اینجا در نظر گرفته باشیم، انگار که اینجا یک بیسی، یک پایه، یک ستونی رو داریم که این جسم بسته شده به این و داره حول این میچرخه. اگه بیس پوینت وسط این ترسیم ما بود، یعنی این ستون، این بیس، این مرکزیت وسط این ترسیم ما قرار داشت و این یعنی که حول اون چرخش اتفاق میافتاد. اینم از روتیت. خب یه موضوع اینجا عرض کنم خدمتون. الان ما یه رکتنگل به صورت چرخیده شده داریم. خب میان کلم یه برگشت بزنیم به درا، این گزینه‌ام خدمتتون عرض بکنم، خالی از روت نیستش. تو بحث رکتنگل، ما اگه رکتنگل رو فعال بکنیم، REC عرض کردم خدمتتون، میتونیم مستطیل زاویه دار هم ترسیم بکنیم. یعنی این ترسیم 45 درجه که اینجا داریم رو نیاز نیست حتما یه مستطیل صاف ترسیم بکنیم و بعد بیایم این رو روتیت کنیم. میتونیم به این صورت هم عمل کنیم. ببینید رکتنگل رو فعال میکنیم، میام اینجا یک کلیک میکنم در صحنه، بعد این پایین یه روتیشن داریم. این روتیشن در مورد همین چرخیدن هستش. اینجا میخوام خودم بچرخونم در حین ترسیم، یعنی وقتی میخوام جسم رو ایجاد بکنم همونجا هم روتیشنش رو مشخص بکنم. این روتیشن رو میزنم روش کلیک میکنم، بعد ببینید الان از من میخواد که مقداری که برای روتیشن میخوام رو انتخاب بکنم، میگم 45 درجه و اینتر میکنم. حالا ببینید از من ابعاد میخواد دیگه، اون مستطیل خوابیده در راستای افق یا عمودی رو برای من ترسیم نمیکنه، داره برای من یه مستطیل با زاویه 45 درجه. چرا 45 درجه؟ چون خودم انتخاب کردم، خودم مشخص کردم برای نرم افزار که 45 درجه برای من ترسیم رو انجام بده. خب 45 درجه، حالا ابعاد میدم، مثلا میگم 80 واحد در این راستا، بعد دیگه‌اش هم 100 باشه، اینتر میکنم، یک همچین ترسیمی رو برای من انجام میده. حالا خود اینو هم من میتونم روتیت کنم و میتونم مثلا انتخاب کنم بیام روتیت رو بزنم، بعد بیس پوینت مشخص بکنم بچرخونم به این صورت. میبینید به این حالت. خب اینم از روتیت. دستور دیگه که باش میخوایم آشنا بشیم، حالا میام پایین از این ردیف، کپی هستش. خب کپی به این معنی هستش، همونطور که از اسمش پیداست، از اجسامم میتونیم تکثیر کنیم. مثلا یه ترسیمی انجام دادیم در صحنه، دیگه نمیخوایم وقت تلف کنیم بیایم بشینیم دوباره این ترسیم رو مجددا ترسیم بکنیم، خیلی راحت میتونیم ازش کپی بگیریم. مثلا مستطیل رو ترسیم کردم با این زاویه، دیگه نمیخوام این رو مجدد ترسیم کنم، یه دونه دیگه اینجا لازم دارم ازش. خب نمیام دوباره این رو ترسیم بکنم اینجا، میام خیلی راحت کپی رو میزنم اینجا یا از روی کیبورد CO رو میزنم و اینتر میکنم. از من آبجکت رو میخواد، میگه select objects، اون آبجکت هایی که میخوام کپی بشن رو انتخاب میکنم، یه دونه یا دوتا هر چند تا انتخاب میکنم، با یه دونه اینتر تایید میکنم انتخابم رو. بعد از من بیس پوینت میخواد، اینجا بیس پوینت مهمه، میگم مثلا از این نقطه جابجا بکن، کلیک میکنم موس رو تکون میدم، ببینید هر جایی ببرم کپی من اونجا قرار خواهد گرفت. مثلا میایم اینجا یه دونه کلیک اینجا میکنم، ببینید یه کپی از این دوتا شکلی که انتخاب کرده بودم اینجا برای من قرار داد. حالا موسم را یه جا به جا بکنم، ببینید این دوتا اینجا قرار گرفتن، اما در ادامه ببینید از دستور خارج نشدن، ادامه داره کپی من، تا زمانی که من اسکیپ رو بزنم این کار برای من ادامه دار خواهد بود. اینجا کلیک کنم، اینجا کلیک کنم، هر جایی که من کلیک بکنم خب کپی برای من اتفاق میفته. اسکیپ رو که بزنم از کپی خارج میشم، دستور همونجا دیگه قطع میشه و ادامه پیدا نمیکنه. پس اینم از کپی که خب یکی از دستورهای پرکاربرد در محیط نرم افزار اتوکد هستش. در خصوص حذف کردن اشیا هم عرض بکنم خدمتتون. حذف کردن اشیا یا همون دلیت یا همون اریز، اجسام و ترسیمی که در صحنه داریم رو حذف میکنه، از بین میبره. میتونیم به این راحتی انتخاب بکنیم، مثلا این و این دایره، مثلا دلیت رو از روی کیبورد بزنیم و حذف بشه. میون برش چیه؟ شورتکاتش چیه؟ ای رو از روی کیبورد اگه بزنیم ریز حذف کردن و اینتر کنیم، میگه آبجکت هایی که میخوای حذف بشن رو انتخاب بکنم، میگم اینا همه میخوام حذف بشن، بعد یه دونه اینتر اگه بزنم تایید میکنم که
آبجکت های انتخابیم رو به درستی انتخاب کردم. اینطوری که زدم کلن اون آبجکت ها حذف شدن. پس این هم از موضوع حذف کردن اشیا. به طور کلی در محیط نرم افزار اتوکد عملیات کپی و حذف کردن با این دستوری که عرض کردم خدمتتون انجام میشه. حالا کپی های پیشرفته هم داریم جلوتر خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی عمدتاً برای کپی کردن از همین دستور کپی استفاده میشه و برای حذف کردن از دیلیت از روی کیبورد و همچنین گزینه ریز یا همون ای که اینجا هم آیکونش هستش، میتونیم اینجا حتی انتخابش بکنیم و هر جسمی که میخوایم حذف بشه رو انتخاب، نهایتاً یه اینتر بزنیم و حذف بشه. پس این گزینه هم باهاش آشنا شدیم، ریز برای پاک کردن ترسیماتی که در صحنه داریم کاربرد داره. خب قبل از اینکه به ادامه دست رو بپردازیم، لازم هستش اینجا در خصوص روش‌های انتخاب یه توضیحی خدمتون عرض بکنم. در محیط نرم افزار اتوکد ما حالت‌های مختلفی برای انتخاب کردن ترسیمات داریم. حالت اول اینه که ما روی هر جسمی که می‌خوایم بریم موس رو نگه داریم و کلیک بکنیم. به این صورت من روی هر جسمی که الان می‌خوام موس رو نگه می‌دارم و کلیک می‌کنم و خب الان اینو در حالت انتخاب هستم. من با زدن اسکیپ از حالت انتخاب خارج میشم. حالت دوم اینه که ما پنجره باز کنیم. ببینید من اینجا مثلا اینجا کلیک میکنم، موس رو جابجا میکنم، اینجا کلیک رو دوباره میزنم. ببینید به این صورت کلیک، حرکت دادن موس و دوباره کلیک. اما اینجا یه نکته هستش. ببینید من آبجکتی که میخوام انتخاب بکنم رو میتونم اینجا مثلا کلیک بکنم، یه پنجره باز بکنم، یک کلیکم اینجا انجام بدم و خب چند تا آبجکت انتخاب میشه. یه نکته خیلی مهم. ببینید من اینجا که کلیک میکنم موس رو جابجا میکنم، چه رنگی میشه پنجره انتخاب من؟ به رنگ سبز، درسته؟ الان چی؟ الانم پنجره باز کردم دیگه، الان به رنگ آبی شد، درسته؟ چرا از راست به چپ که موس رو حرکت میدم سبز رنگ میشه، ولی از چپ به راست که موس رو دارم حرکت میدم آبی رنگ میشه؟ علتش چی هستش؟ علتش اینه که در جهتی که ما برای انتخاب پنجره باز میکنیم توی نرم افزار اتوکد، اون جهت مهمه که از چپ شروع بشه یا از راست شروع بشه. و فرق اونا چیه؟ پنجره سبز با پنجره آبی چه فرقی داره؟ ببینید من وقتی پنجره سبز باز میکنم، خب هر آبجکتی، هر ترسیمی، حتی یه ذرهشم در داخل کادرم بیفته انتخاب خواهد شد. ببینید حالا چه همش چه یه ذرهش داخل کادرم بیفته انتخاب میشه. ببینید الان این مستطیل که ملاحظه میفرمایید کامل داخل کادرم هستش و انتخاب شده. این دایره سمت راست، این دایره یه مقدارش داخل این پنجره هستش، ولی اونم در حالت انتخاب. میبینید یه هایلایت دورش کشته میشه و همچنین این مستطیل روتیت شده، این مستطیل، اینا، این دایره و این مستطیل یه مقدارش داخل این کادره، ولی این مستطیل رو من کامل میبرم داخل کادر. خب الان اینجا من کلیک بکنم، هر ستای اینها انتخاب میشه. پس پنجره سبز چیکار میکنه؟ پنجره سبز هر آبجکتی که چه داخلش باشه چه یه ذرهش، یک افسیلونش حتی داخل این کادر قرار بگیره رو انتخاب میکنه. اسکیپ رو میزنم. حالا پنجره آبی رو با هم امتحان کنیم از چپ به راست. یک کلیک میکنم، پنجرم رو باز میکنم. ببینید الان دیگه انتخاب نمیشه. چرا؟ ببینید من هر چقدر پنجره بکشم انتخاب نخواهد شد. چرا؟ تفاوت اینجا هستش. تفاوت اینه که ما پنجره آبی رو در زمانهای انتخاب میکنیم و استفاده میکنیم که میخوایم آبجکت کامل داخل پنجره انتخاب ما قرار بگیره. به چه صورت؟ ببینید آبجکت هایی که اینجا هستش الان دو تاش داخل کادر آبی قرار گرفته، این مستطیل و این دایره، و به خاطر همین فقط این دوتا انتخاب میشن. اینو ببینید، این رکتانگلو و همچنین این رکتانگلو یه مقدارش داخل کادر آبی هستش، اصولا باید اگه مثل کادر سبز باشه اینجا هم انتخاب بشن، ولی انتخاب نمیشن. علتش دقیقا همین هستش. ما تو انتخاب آبی رنگ از چپ به راست پنجره وقتی باز میکنیم، آبجکت هایی که کامل در داخل کادر میفتن انتخاب میشن، یعنی تمام و کمالش باید داخل کادر قرار بگیره.
ببینید به این صورت، من این دوتا رو فقط تونستم انتخاب کنم در حالی که پنجره من اینا رو هم شامل شده بود. میبینید؟ خب پس فرق بین پنجره آبی و پنجره سبز رو هم یاد گرفتیم. حالا چه زمانهایی کاربرد داره؟ ببینید مثلا من اینجا یه ترسیم شلوغ دارم. ببینید من اینجا رو موو میکنم میام اینجا قرار میدم، اینو هم موو میکنم میارم اینجا قرار میدم. خب یه نکته داخل پارانتز عرض کنم خدمتتون، توی محیط نرم افزار اتوکد هر دستوری که اجرا کردین اگه بخواین دوباره تکرار بشه یه اینتر بزنین مجدد فراخونی میشه. مثلا من موو رو زدم، خب اینو انتخاب کردم و اینتر زدم، جابجاش کردم، اینجا گذاشتم. خب حالا من اگه بخوام مجددا موو رو فعال کنم هم میتونم بیام اینجا کلیک بکنم، همین که یه دونه اینتر دیگه بزنم موو دوباره فعال میشه. ببینید این پایین موو فعال میشه و دوباره جسمم رو انتخاب میکنم، تایید میکنم و جابجا میکنم در محلی که میخوام قرارش میدم به این حالت. خب حالا برگردیم سر اصل مطلب، نحوه انتخاب کجا به کار ما میاد؟ ببینید من مثلا میخوام این جسم انتخاب بشه، خب من میتونم از کادر آبی استفاده بکنم و فقط این جسمم رو داخل کادر قرار بدم و انتخابش بکنم. من میخوام فقط این جسم انتخاب بشه، خب مثلا میخوام این مستطیل انتخاب بشه. من اگه از کادر سبز استفاده بکنم، خب این دایره داره درگیر این انتخاب من میشه، یا نهایتا اگه یه مقداری بیشتر این کادر رو باز کنم این یکی مستطیلم درگیر انتخاب من میشه. میبینید اینجا میام چیکار میکنم؟ میام از کادر آبی استفاده میکنم، از چپ به راست میکشم یه کمچین حالتی و فقط این مستطیل رو انتخاب میکنم. من بخوام همه اینا رو انتخاب بکنم خیلی راحت میتونم یه پنجره سبز باز کنم و بدون توجه به اینکه کم یا زیاد داخل پنجره قرار گرفته همه رو انتخاب بکنم به این حالت. پس فرق بین پنجره آبی و پنجره سبز رو عرض کردم خدمتتون، توی حالت‌های مختلف میتونید برای انجام ترسیماتون استفاده بکنید. توی آموزش‌هایی که روی سایت قرار داره مثل آموزش طراحی و ترسیم پروژه ویلایی، این مطالبی که عرض می‌کنم خدمتتون به صورت کاربردی حین انجام پروژه مورد استفاده قرار گرفته و شما برای درک بهتر و عمیق مباحث میتونید از این آموزش‌ها هم استفاده بفرمایید روی سایت فرادرس. خب بعد از اینکه روش انتخاب رو حالا با هم یاد گرفتیم میریم سراغ ادامه گزینه‌ها. ما اینجا یه گزینه داریم به اسم میرور. میرور همونطور که از اسمش پیداست برای آینه کردن اجسام کاربرد داره، یعنی با استفاده از این دستور ما میتونیم اجسام رو آینه بکنیم، نسبت به حالا یه محور فرضی قرینشون بکنیم. میرور دو تا حالت داره، یه حالت عمودی داره یه حالت زاویه داره که جفتش هم خدمتتون عرض میکنم. ببینید من این رکتنگل رو موو میکنم میام اینجا قرار میدم تا ازش استفاده بکنم، اینو میخوام میرورش بکنم، انتخاب میکنم یا انتخاب میکنم میام میرور رو میزنم یا اینجا میرور رو فعال میکنم و بعد انتخاب میکنم. خب میرور رو میتونم هم از اینجا فعال بکنم هم از روی کیبورد میتونم MI رو بزنم. MI رو بزنم میرور رو برای من نشون میده، میتونم انتخابش بکنم و میرور برای من اجرا بشه. بعد از اینکه دستور میرور رو فعال کردم از من میخواد که آبجکت هایی در صحنه که میخوام میرور بشن رو انتخاب بکنم. میگم مثلا این جسم رو من میخوام میرورش بکنم، تایید میکنم با اینتر و حالا از من نقطه اول رو میخواد برای میرور. من میگم مثلا از این نقطه میخوام میرور بشه. بعد ببینید الان که کلیک کردم داره جسم من رو روتیت میده، منتظره که نقطه دوم رو انتخاب بکنم. اینجا میگه نقطه دومت رو مشخص بکن که میرور لاین من اونجا تعریف بشه. من میام اینجا مثلا اینجا کلیک میکنم، از من دوباره یه سوال میپرسه، میگه آبجکت های سورست رو حذف بکنم یا نه. من یه بار نو میزنم، ببینید جسم من موند سر جاش و یه دونه میرور از خودش نسبت به اون محوری که مشخص کرده بودن تولید کرد. حالا من دلیت میکنم، دوباره میرور رو فعال میکنم، آبجکتم رو انتخاب میکنم، تایید میکنم با اینتر، میام اینجا نقطه اول رو مشخص میکنم، نقطه دوم رو هم مشخص میکنم. این بار میگه آیا آبجکت سورست، آبجکت منبعت، آبجکت اصلیت رو حذف بکنم؟ میگم بله، آبجکت اولم رو حذف کرد، اومد یه میرور ازش برای من به جا گذاشت. پس اینم از میرور. حالا میرور زاویه دارم داریم، مثلا من میخوام این مستطیل 45 درجه میرور بشه،
آینه بشه 45 درجه. چیکار میکنم؟ میام مثلا یه خط 45 درجه ترسیم میکنم، دو واحد یا بیشتر. ببینید دو واحد اینجا میام، دو واحد همین مقدار رو کپی میکنم، سی او میارم اینجا قرار میدم، بعد دوباره روتیت میکنم 90 درجه رو به بالا، بعد همین مقدار اگه اینجا هم قرار گرفته باشه که یه کمچین ترسیمی انجام داده باشم، این زاویه برای خط من 45 درجه خواهد بود. خب اینو رو من حس میکنم. اگه بخوام این رکتنگل 45 درجه نسبت به این خطی که 45 درجه هستش میرور بشن، باز میتونم از خود میرور استفاده بکنم. ببین میرور رو میام اینجا فعال میکنم، جسمم رو انتخاب میکنم، تایید میکنم، هیچ فرقی نداره، نقطه‌ام رو اینجا مشخص میکنم، نقطه دوم رو از من میخواد، میام اینجا نقطه دوم رو مشخص میکنم، میگه آبجکت اصلیت رو حذف کنم، میگم نه، کلیک میکنم. ببینید یه میرور زاویه دار برای من اینجا شکل گرفت. خب حالا میام چیکار میکنم؟ یه حالت دیگه، من میرور رو میزنم، جسمم رو انتخاب میکنم، تایید میکنم، وقتی یه نقطه رو کلیک میکنم به عنوان نقطه اول، نقطه دوم رو هر جای کلیک بکنم، این خطچین زرد رنگی که داره در امتداد موس من شکل میگیره همون خطی هستش، این رکتنگل نسبت به اون داره میرور میشه. من مثلا میارم این خط رو اینجا قرار میدم، ببینید نسبت به این خط داره میرور میشه، اینجا قرار بدم نسبت به این خط میرور میشه، اینجا قرار بدم نسبت به این داره میرور میشه. خب من همینجا کلیک میکنم، دوباره نور رو میزنم، یه میروره زاویه دار الان در اختیار دارم. پس کاربرد میرور در آینه کردن اجسام هستش. ترسیماتی که داریم رو میتونیم خیلی راحت به کمک میرور آینه بکنیم در امتداد خطوطی که میخوایم. حس میکنم من صحنه رو دیلیت میکنم و میام سراغ دستور بعد. خب در ادامه این دستورت که با هم مرور کردیم، موو رو کار کردیم، روتیت رو کار کردیم، ایریز رو کار کردیم، میرور و کپی رو هم کار کردیم، دستور تریم رو داریم. دستور تریم حالت‌های مختلفی داره. حالا تریم رو داریم و نهایتاً اکستند رو. این دوتا رو با هم کار خواهیم کرد. اول از همه میایم تریم رو کار می‌کنیم. تریم همونجوری که از آیکونش معلومه برای قیچی کردن ادامه یه ترسیمات هستش. ما وقتی یک ترسیمی رو انجام دادیم، اگه بخوایم اضافیش رو حذف بکنیم، میتونیم از تریم استفاده بکنیم. به عنوان مثال، حالا این تریم خودش به صورت کاربردی‌تر و عملی‌تر در دوره ترسیم نقشه‌های پروژه‌های آپارتمانی، طراحی و ترسیم پروژه‌های آپارتمانی روی سایت فرادرس به وفور مورد استفاده قرار گرفته. توی آموزش ترسیم جزئیات ساختمانی با اتوکد هم بارها مورد استفاده قرار گرفته که میتونین از اون آموزش هم برای تمرین بیشتر و آشنایی بیشتر با این دستورات به صورت کاربردی‌تر و عمیق‌تر استفاده بفرمایید. خب من یه ترسیمی رو در صحنه انجام میدم، مثلا یک همچین ترسیمی دارم. خب دو تا خطی که هم دیگر رو قطع کردم. خب من میخوام این خطم بیاد به این خط برسه و دیگه ادامش به این صورت که ملاحظه میفرمایید ادامه دار نباشه. باید چیکار بکنم؟ اینجاست که تریم خودش رو نشون میده. میام تریم رو فعال میکنم، میتونم اینجا کلیک بکنم، میتونم تی آر رو از روی کیبورد بزنم و تریم رو اینجا داشته باشم و اینتر کنم. حالا میگه آبجکتی که میخوای تریم بشه رو انتخاب بکن. ببینید امتداد این خط هر طرفی که من روش قسمت اضافیش کلیک بکنم، اون قسمت تریم خواهد شد. یعنی این خطی که من الان دارم، اگه بخوام این یک سمتش حذف بشه، موس رو میبرم روی اون، میبینی کم رنگ میشه. چرا کم رنگ میشه؟ داره به من پریویو میده، میگه این قسمت رو حذف بکنم. حالا من اگه بیارم این ور این یک سمت، موس رو نگه دارم، ببینید میگه این یکی سمت رو تریم بکنم. این خیلی مهمه در دستور تریم که شما روی کدوم قسمت کلیک بکنید. خیلی‌ها میان این یک سمت یک کلیک میکنم، بعد میگن آقا چرا این ور حذف نمیشه؟ نرم افزار که نمیتونه تشخیص بده شما این طرف رو میخواین یا این طرف رو. شما باید مشخص کنید من موس رو میارم این قسمت و اینجا کلیک میکنم، این قسمت اضافیش حذف میشه. حالا این خط من اومده از اینجا چرخیده به این یکی سمت، میخوام این قسمتش حذف بشه. خب موس رو میبرم روش، اینجا کلیک میکنم، این قسمت ادامهش حذف میشه و یک همچین ترسیمی رو نهایتا من به دست میارم. حالا بخوام تایید بکنم کارم رو، اینتر میزنم و کار به این صورت که ملاحظه میفرمایید در میاد. پس دستور تریم برای حذف کردن اضافی ها هستش. اضافه و ادامه ترسیمات که قطع شده و ادامه پیدا کرده رو تریم برای ما انجام میده. حالا یه نکته، من یه لاین رو اینجا داشته باشم، یه لاین دیگه هم اینجا داشته باشم، این دوتا که به هم نرسیده رو نمیتونم تریم بکنم. من اینجا تریم رو فعال میکنم، میگم این خط بیاد تا اینجا تا امتداد این،
ادامهش تریم بشه. نه، این کار انجام نمیشه، کل خط برای من حذف میشه، من آندو میکنم. ببینید باید تقاطع داشته باشن، همدیگه رو قطع کرده باشن تا عملیات تریم انجام بشه. و یه نکته دیگه، الان من خط ترسیم کردم، ما میتونیم هر ترسیم دیگه رو تریم رو براش مورد استفاده قرار بدیم. مثلا اگه یه خط دیگه دایره رو به این صورت قطع کرده باشه، ما میتونیم با تریم مثلا این قسمت اضافیش رو حذف بکنیم، یا این قسمتش رو و همچنین این قسمتش رو حذف بکنیم تا خط دقیقاً در داخل دایره من بیفته. اینا کارهایی هستش که میشه با تریم انجام داد. به صورت کاربردی‌تر عرض کردم روی سایت فرادرس آموزش‌های مختلفی هستش که ازشون میتونید استفاده بفرمایید. دستور بعدی دستور اکستند هستش. با اکستند ما میتونیم امتداد بدیم. خطا و ترسیماتی به هم دیگه نرسیدن رو میتونیم امتداد بدیم، به هم برسونیم. خب من یه ترسیمی رو انجام میدم، یه آرکی رو اینجا میکشم به این صورت، بعد این آرکی رو یه مقداری به این شکل جابجا میکنم. خب میام حالا اکستند رو اجرا کنم. اکستند رو از اینجا میتونم انتخاب بکنم، از کنار این مثلثی که کنار تریم هستش، اگه کلیک بکنیم روش میتونیم به اکستند دسترسی داشته باشیم. هم از اینجا میتونم فعالش بکنم، هم ایکس رو بزنم و اینتر کنم، اکستند برای من فعال میشه. اکستند همونطور که عرضم خدمتتون برای امتداد دادن خطوطی که جلوشون محدود هستش مورد استفاده قرار میگیره. ببینید من اگه الان روی این خط بیا موس رو نگه دارم، میبینید کنار علامت موس هم یه علامت ممنوع داره نشون میده. این داره نشون میده که شما نمیتونید اکستند انجام بدید. چرا؟ چون امتداد این خط من در بی نهایت چیزی وجود نداره، ادامه داره، من به جایی نمیتونم برسونم این خطت رو. ولی اگه بیام مثلا اینجا این موس رو نگه دارم، ببینید یه پریویو میده، میگه جلوتر این خط رو داری، امتدادش رو بیارم به این خط برسونم. من میگم کلیک میکنم، میگم آره، به این صورت میرسونه به این خط. خب اگه کارم تموم شده باشه میتونم اسکیپ رو بزنم و از دستورم خارج بشم. اگه کارم تموم نشده باشه میتونم ادامه بدم. خب دوباره ایکس رو میزنم، اینتر میکنم، اکستند فعال میشه. این بار میخوام این آرک رو برسونم به این خط. ببینید موس رو که روش نگه میدارم، یه پریویو از امتدادش به من نشون میده که بیارم برسونم به این خط. من کلیک میکنم، تایید میکنم که برسونه به اون خط. حالا این یک سمت اگه در نظر بگیرم، خب این آرک این ورش، خب ادامهش میاد دوباره میرسه به این نقطه، 360 درجه هستش. خب 360 درجه برای اکستند تعریف شده نیستش، چون دیگه تبدیل به دایره میشه این کمان ما. خب در ادامه من دوباره اکستند رو فعال میکنم، مثلا این خطم رو، چون جلوش بسته هستش این خط رو دارم، میتونم اکستند کنم. بعد این یکی سرش رو دیگه نمیتونم، چون این سرش جلوش هیچ محدوده ای نیستش، خالیه. بعد این خطوط رو دیگه نمیتونم، این خط رو هم نمیتونم، اینو میتونم امتداد بدم به اینجا برسه، ببینید. و اینو هم که نمیتونم، چون این هم میاد از اینجا رد میشه میره، به این نمیرسه. این اگه یه مقداری بزرگتر بود قطعا به اون متصل میشد و امتدادش به اون برخورد میکرد. پس اکستند یک همچین کاری انجام میده، امتداد میده، خطوطی که داریم رو امتداد میده. آموزش‌های کاربردی زیاد روی سایت فرادرس در این خصوص وجود داره. توی اکثر آموزش‌ها که در زمینه اتوکد وجود داره از همین گزینه اکستند استفاده شده. میتونید به صورت کاربردی اونا رو مورد استفاده قرار بدین برای حرفه‌ای شدن و استفاده کاربردی. ببینید تو چه زمینه‌هایی از این اکستند استفاده میشه. کاربردی یاد بگیرین، قطعاً موفق‌تر خواهید بود. اینجا ما فقط گزینه‌ها رو معرفی می‌کنیم خدمتتون و نمیشه با یه دوره 2-3 ساعته اتوکد رو فول شد. اتوکد در محصول فوق‌العاده گسترده‌ای هستش، دستورات خیلی زیادی داره، گزینه‌های بسیار بسیار زیادی داره. ما اینجا فقط در حد مقدماتی شما رو آشنا می‌کنیم با این نرم افزار. و خب روی سایت فرادرس آموزش‌های کامل‌تر، جامع‌تر و حرفه‌ای‌تری هستش، بسته به نیازتون می‌تونید از اینها استفاده بفرمایید. داخل سایت می‌تونید سرچ کنید، در قسمت جستجو وارد بکنید اتوکد، تمامی آموزش‌هایی که مرتبط هستش با اتوکد رو خدمتتون نمایش میده. اونجا میتونید بسته به نیازتون، بسته به رشته تحصیلتون و بسته به زمینه‌ای که میخواین از اتوکد استفاده بکنید، آموزش مد نظرتون رو انتخاب بکنید و استفاده بفرمایید. خب بعد از اکستند در ادامه ما میرسیم به این دستور فیلت. فیلت چیکار میکنه؟ فیلت پخ میزنه.
پخه گرد میزنه، لبه رو برای ما گرد میکنه. یعنی لبه هایی که داریم رو فیلت میاد برای ما به صورت گرد در میاره. خب به چه صورت فعال میشه؟ هم میتونیم روش کلیک بکنیم فعال بشه، هم میتونیم از روی کیبورد F رو بزنیم و یا اینتر کنیم یا اینجا پیش نمایش فیلت رو که به ما داره نشون میده روش کلیک بکنیم فعال بشه. فیلت الان برای من نمایش داده شد. خب من این ترسیمات رو حذف میکنم، میام یه سری ترسیم اینجا انجام میدم. مثلا یک همچین ترسیمی رو اینجا انجام میدم. خب این لبه رو میخوام گرد کنم. حالا این ترسیم رو من با اندازه واقعی در نظر میگیرم، مثلا 50 واحد در این راستا، 55 واحد در این راستا، بعد 70 واحد در این راستا، 44 واحد، دوباره یه حالت زاویه دار به این صورت. یه همچین ترسیمی دارم، میخوام این لبه رو گردش بکنم. میام اینجا روی فیلت کلیک میکنم یا F رو از روی کیبورد میزنم تا فیلت برای من فعال بشه. F رو میزنم، اینجا فیلت رو فعال میکنم. از من میخواد که آبجکت اولم رو انتخاب بکنم، من میگم این. میگه آبجکت دومت رو هم انتخاب بکن، میگم این. خب ببینید هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چرا اینجا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ چرا لبه گرد نشد؟ چون من شعاع مشخص نکردم، نگفتم که با چه شعاع این لبه رو برای من گرد بکن. من دوباره F اینتر میزنم، فیلت میکنم. بعد اینکه فعال کردم این پایین ردیوس دارم. خب این ردیوس رو میزنم، شعاع مشخص میکنم، شعاع میگم 15 واحد، اینتر میکنم. حالا دوباره برمیگرده از من فرست آبجکت رو میخواد، آبجکت اول رو میخواد، میگم این خط. میگه دومی انتخاب کن، میگم این. موس رو که میبرم روش، میبینید اون 15 رو داره بر من نشون میده، داره اون 15 رو به من نشون میده. اگه اینجا کلیک بکنم یه لبه گرد به شعاع 15 که من زده بودم در ابتدای اجرای دستور اون رو اجرا میکنه اینجا. من دایمنشن رو میزنم، یه اندازه میزنم اینجا، ردیوس رو ببینید دقیقا 15 رو برای من نمایش میده. خب این یعنی چی؟ یعنی لبه ها رو ما به وسیله دستور فیلت میتونیم با ردیوس مشخصی فیلت بکنیم. حالا دوباره فیلت رو اگه بزنم میتونم این دوتا رو هم با هم فیلت بکنم. موس رو که میارم یه پیش نمایش نشون میده، میگه این لبه تیز رو من دارم به این شکل گرد در میارم. ها تایید میکنید، با کلیک تایید میکنیم و یک همچین لبه رو برای ما ایجاد میکنه. شعاعهای مختلفی میشه داد. من فیلت رو اجرا میکنم، میگم مثلا ریدیوست 25 باشه، اینتر میکنم، این خط رو انتخاب میکنم و این یکی رو دومی رو به این صورت با ریدیوس 25 این بار برای من لبه رو پخ کرد. اگه یه ریدیوس برای این قسمت بزنم ببینید 25، اینی که قبلا اجرا کرده بودم 15 بود. خب یه کاربرد دیگه داره فیلت. فیلت علاوه بر اینکه لبه رو گرد میکنه، من یه لاین دیگه هم اینجا میکشم. خب اکستند رو عرض کردم خدمتتون، اکستند رو یادتونه، اکستند گفتیم که خطوط رو امتداد میده، گفتیم خطوط رو امتداد میده به همدیگه میرسونه. یعنی الان اگه ما اکستند اینجا میزدیم، اکستند این خط رو امتداد میداد، ولی خب امتداد میداد ولی بی‌نهایت بود، پس اکستند اینجا عمل نمیکرد. ما مثلا میخواستیم این دو تا خط رو به هم برسونیم، اگه این خط یه همچین حالتی داشت، بله با اکستند خیلی راحت میشد این خط رو رسوند به اینجا. ولی الان من یو اینتر که بزنم، همون آندو یا کنترل زد رو دارم انجام میدم. خب اکستند رو که میزدم الان اکستند اجرا نمیشد. برای اینکه این دو تا رو به هم برسونم من میتونم از فیلت استفاده بکنم. به چه صورت؟ ببینید اف اینتر میزنم، ریدیوس که اینجا زده بودم توی هیستوری فیلتم مونده بود، این رو صفرش میکنم، اینتر میکنم. خب الان فیلت من اجرا شده هستش. خب آبجکت اول و آبجکت دوم رو که انتخاب بکنم، این دوتا به هم دیگه خیلی تمیز میرسن. یعنی چی؟ یعنی من اومدم دوتا خط رو به هم رسوندم. پس فیلت علاوه بر اینکه گوشه رو گرد میکنه، یه همچین کاری هم انجام میده، دوتا خط رو به هم دیگه میرسونه. حالا من یه خط دیگه اینجا دارم، خب میخوام این دوتا رو به هم برسونم به صورتی که اینجا گرد باشه، هم میتونم به صورت صفر، یعنی با ریدیوس صفر این دوتا رو به هم برسونم به این صورت گوشه کاملا تیز باشه، هم میتونم این فیلت رو به گونه ای اجرا بکنم که این قسمت گرد باشه. اف رو میزنم، اینتر میکنم، یه ریدیوس مشخص میکنم، ریدیوس میگم 20 واحد، اینتر میکنم. آبجکت اول، آبجکت دوم، موس رو که میارم روش
پریویو میده. کلیک میکنم، الان با یه ردیوس 20 واحدی اگه اندازه بزنم، با یه ردیوس 20 واحدی این دوتا خط رو به هم دیگه رسوند و لبه رو گرد کرد. این شکل که ملاحظه میفرمایید. خب من این قسمت رو حذف میکنم. بیایم یه مقداری بررسی بکنیم. ببینیم این گردی رو از کجا کم میکنه. من یه خط 10 واحدی اینجا ترسیم میکنم. 10 واحدم میام پایین. یه همچین لبه رو ایجاد میکنم. خب الان این طول برای من 10ه. 10 رو اینجا نگه میدارم. اینجا هم 10ه. خب اینو حواسمون باشه که 10 10. خب فیلت رو اجرا میکنم، یه ریدیوس بهش میدم مثلا 2 واحد و اینتر میکنم. این دوتا رو به هم میرسونم. خب الان این خط 10 واحدی من کوتاه‌تر شد. ببینید کوتاه‌تر شده، دیگه 10 واحد نیستش. چقدره؟ ببینیم اون 2 واحد رو از کجا کم کرده، از کجا کم میکنه 2 واحدش رو. 8 واحد اینجاست، 8 واحدم اینجاست. وقتی ما میایم فیلت رو با ریدیوس میزنیم، یعنی مشخص میکنیم به نرم افزار، میگیم با ریدیوس مثلا x این مقدار، x مقدار از این نقطه بیا عقب، x مقدارم برای این خط از اینجا بیا عقب، بعد یه دایره اینجا بزن، یه دایره بزن. ببینید این دایره رو دقیقا از اینجا زده ها، به این صورت داره عمل میکنه. مکانیزم فیلت اینه، یه دایره اینجا بزن، بعد اضافیش رو از بین ببر تا من اینجا یه لبه یه گرد داشته باشم. پس 2 واحد از اینجا و 2 واحد از اینجا. این دو چیه؟ دو همون ردیوسی هستش که ما به نرم افزار دادیم، تعریف کردیم براش. این همون 2 واحد هستش، از اونجا کم میکنه و این خطوط رو به هم میرسونه با یه لبه یه گرد. خب بعد از فیلت، کنار فیلت یه مثلث کوچولو داریم که اگه بزنیم به چمفر دسترسی پیدا میکنیم. چمفر برای ما لبه رو پخ نمیکنه، در واقع به صورت مستقیم، در واقع لبه رو گرد نمیکنه، یه پخ مستقیم ایجاد میکنه. ببین یه پخ راست ایجاد میکنه. اینجا فیلت رو ملاحظه میفرمایید، گردی داره ایجاد میکنه. اینجا تو آیکونش مشخص هستش. اما چمفر چیکار میکنه؟ چمفر داره خط راست ترسیم میکنه. چمفر دقیقاً همین مکانیزم رو انجام میده. 2 واحد، 2 واحد، ولی اینا رو با خط راست به هم میرسونه. من این خطوط رو حذف میکنم، این دایمنشن ها رو اینجا هم حذف میکنم. خب ببین اینجا چمفر رو فعال میکنم، البته قبلش فیلت میزنم، ریدیوس رو روی 0 قرار میدم، اینتر میکنم، این دوتا رو به هم میرسونم تا یه کمچین ترسیمی رو داشته باشم. حالا میام چمفر رو روی اینا تست کنم. چمفر رو میتونم هم از اینجا کلیک بکنم، هم میتونم از روی کیبورد CHA رو بزنم، چمفر برای من اینجا نمایش داده بشه، هم میتونم اینتر کنم تایید کنم، هم میتونم اینجا کلیک بکنم و تایید بشه. به این حالت. خب حالا میگه اولی رو انتخاب کن، انتخاب میکنم. میگه دومی انتخاب کن، دومی هم انتخاب میکنم، ولی هیچ تغییری اتفاق نمیفته. چرا؟ چون من ابعاد مشخص نکردم. دوباره CHA میزنم، اینتر میکنم. خب اینجا باید دیستنس مشخص کنم. دیستنس رو که اینجا روش کلیک بکنم، از من یه دونه فرست چمفر دیستنس میخواد، یعنی فاصله چمفر اول. میگم 2 واحد باشه، اینتر. میگه فاصله چمفر دومو بگو، میگم دومی 3 واحد باشه، اینتر. حالا میگه خط اول رو انتخاب بکن، بعد خط دوم رو میگه انتخاب کن. اینجا هم کلیک میکنم، یک همچین لبه یه پخی رو برای من ایجاد میکنه. حالا اون 2 3 که از من خواست برای اولی و دومی کدوم هستن؟ 2 3 اینجا هستش. ببینید از اینجا تا اینجا 2ه. اون 2ی که اول خواست برای من روی کلیک اولم رو میخواست مشخص بکنه، یعنی از من فرست چمفر که خواست 2 رو وارد کردم، بعد دومی رو که خواست 3 رو وارد کردم، اومد دوباره خط اول رو خواست، این خط رو انتخاب کردم، یعنی مشخص کردم که این خط 2 واحد بهش اعمال بشه. بعد سکند که خواست، دومی رو خواست، من اومدم روی این خط کلیک کردم. اینجا که کلیک کردم فهمید که 3 رو باید روی این خط اجرا بکنه، یعنی 2 واحد این خط رو اومد عقب، 3 واحد هم اینجا اومد عقب. ببینید اینجا 3 واحد هم اینجا اومد عقب، 2 واحد اینجا اومد عقب، 3 واحد هم اینجا اومد عقب، و یک همچین پخی رو اینجا زد. پخ گرد نیستش، پخ راست هستش. حالا ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم اگه دو تا خط به هم نرسیده باشن، هم همین چمفر رو اجرا بکنیم و اینا رو به هم با کلیک وصل کنیم. ولی خب میبینید این چمفر با چمفر قبلی فرق میکنه. چرا؟ آندو میکنم. چرا؟ چون ببینید CHA چمفر اینتر، فرست لاین من این بار اینو انتخاب کردم. اگه دوباره اینو انتخاب میکردم و اینو انتخاب میکردم، دوباره همون چمفر قبلی اتفاق میافتاد.
ولی من اومدم این بار چمفر رو، فرست لنج رو اینو انتخاب کردم، یعنی دو به این اعمال شد سه به این. کلیک میکنم چمفر اعمال میشه برای اینکه اثبات بشه. اینجا یه اندازه میزنم ببینید سه واحد این بار از اینجا اتفاق افتاده، دو واحد هم این بار از این یک سمت اتفاق افتاده. به این صورت در واقع میتونیم پخ بزنیم با چمفر و خب فیلت هم که جای خود داره برای گرد کردن گوشه ها. این دستورات فیلت و چمفر فوق العاده مهم هستن، کاربردهای فراوانی در امر ترسیمات دارن. هر رشته‌ای که باشین توی دانشگاه، در بازار کار، هر کاری که بخواید بکنین، این دستورات اکستند، فیلت، چمفر، تریم، اینا فوق العاده حائز اهمیت هستن. به صورت کاربردی اگه یاد بگیرین بسیار به شما کمک میکنه. روی سایت فرادرس آموزش‌های مختلفی در این زمینه هستش، بسته به نیازتون میتونید از اونها هم استفاده بکنید. در ادامه دستورات قسمت مودیفای، خب ما میرسیم به اکسپلود. با اکسپلود ما میتونیم منفجر بکنیم اجسام در صحنه رو، همونطور که از معنی واژه پیداست. اکسپلود در واقع انفجار ایجاد میکنه برای جدا کردن اجسام یک پارچه. همون که قسمت اول صحبت هم خدمتون عرض کردم که ما پولیلاینی که ترسیم میکنیم رو اگه دقت بفرمایید یک جسم یک پارچه هستش. خب ما میتونیم به کمک اکسپلود اینو جدا بکنیم و به لاین جداگونه تبدیل بکنیم. ما اگه با لاین این ترسیم رو انجام بدیم، میبینید به لحاظ حالا ظاهری شاید خیلی با هم فرق نداشته باشن، اما اینا جدا هستش، اینا هر کدومش یه لاین جداست که میتونیم موف کنیم، جابجا بکنیم، به این حالت قرارش بدیم. اما این شکل که با پولی لاین ترسیم شده یه جسم یک پارچه هستش، اگه موف رو بزنیم خب کل شکل جابجا میشه. خب بخوایم این رو تبدیل بکنیم به این شکل پایینی، از اکسپلود استفاده میکنیم. خب میتونیم اینجا کلیک بکنیم اکسپلود فعال بشه، هم میتونیم اینجا ایکس رو بزنیم در صحنه از روی کیبورد و اکسپلود رو انتخاب بکنیم. از ما میگه آبجکتت رو انتخاب بکن، من میگم مثلا این آبجکت رو میخوام اکسپلود بشه. نهایتا به عنوان تایید انتخابم یه دونه اینتر میزنم و اگه برم روی آبجکتم میبینید که این آبجکتم کلن منفجر شد دیگه، اون حالت یک پارچگیش رو از دست داد، هر قسمتش یک خط مجزا هستش. ملزم میفهمید عین شکل پایین. پس اکسپلود یک همچین کارایی داره، گاهن به درد میخوره. شاید یه ترسیم رو میخوایم ویرایش بکنیم، میبینیم یه جسم یک پارچه هستش، میایم از اکسپلود استفاده میکنیم و به آبجکت های ریستری تبدیلش میکنیم، ویرایشمون رو انجام میدیم و مجددا میتونیم برگردونیم به حالت قبلش. اینا در واقع یه سری دستورات کاربردی و حرفه‌ای‌تر هستش. برای یادگیری اونها پیشنهاد میکنم از آموزش‌های اتوکد روی سایت فرادرس استفاده بفرمایید. ما توی آموزش ترسیم جزئیات ساختمانی با اتوکد که روی سایت فرادرس منتشر شده بارها از اکسپلود استفاده کردیم برای جداسازی اجسام و حالا دستورات کاربردی تر برای به هم پیوستوندن این آبجکت ها که اکسپلود شده، همه و همه در آموزش های اتوکد روی سایت فرادرس موجود هستش. میتونید برای یادگیری کاربردی تر این دستورات به اون آموزش ها هم مراجعه بفرمایید. خب بعد از اکسپلود نوبت میرسه به استرچ. با استرچ ما میتونیم کش بدیم، استرچ بکنیم، کش بدیم ترسیماتم رو. به عنوان مثال من اگه یه رکتنگل در صحنه داشته باشم، حالا روتیشنش رو من 0 در نظر میگیرم و یه همچین رکتنگلی رو ترسیم میکنم، بخوام این بعد رکتنگلم رو کش بدم، از استرچ استفاده میکنم. هم از اینجا میتونم کلیک بکنم فعال بشه، هم در صحنه میتونم S رو بزنم و استرچ رو انتخاب بکنم. میگه آبجکتت رو انتخاب بکن. خب من آبجکتم رو انتخاب میکنم و تایید رو میزنم، اینتر میزنم، بعد میام از یه گوشه میگیرم مثلا از این نقطه، بعد موسم رو جابجا میکنم. میبینید میتونم الان در هر راستایی که بخوام جابجا بکنم جسمم رو، مثلا بیارم اینجا، بیارم اینجا، داره کش میده ترسیمم رو. میتونم برگردونم از این یک سمت یا بیارمش پایین، به هر طریقی که دلم بخواد میتونم کش بدم ترسیمم رو با استرچ. خب بعد از استرچ نوبت میرسه به اسکیل.
اسکیل برای مقیاس دادن به جسم بزرگ و کوچیک کردنش. مثلا یه جسم اگه بخوایم در محیط نرم افزار اتوکد دو برابر بکنیم، میایم از اسکیل استفاده میکنیم. اگه بخوایم کوچیکترش بکنیم، نیم برابرش بکنیم، هم میایم باز از همین دستور استفاده میکنیم. مثلا من یه سیکل در صحنه میام ایجاد میکنم و خب میخوام این دایره دو برابر بشه. اسکیل رو از اینجا میتونم کلیک بکنم فعال بشه، یا از روی کیبورد SC رو تایپ بکنم، شورتکاتشه، و انتخاب بکنم اسکیل. بعد جسمم رو انتخاب بکنم، اینتر کنم. از من یه بیس پوینت بخواد. خب برای دایره من میام بیس پوینت مرکز رو انتخاب میکنم و موسم رو جابجا بکنم. با این کار میگه هر چقدر میخوای این دایره رو بزرگتر بکن یا کوچیکتر بکن. ببینید به داخل که ببرن نزدیک بیس پوینت بشم جسم کوچیکتر میشه، از بیس پوینت فاصله بگیرم بزرگتر میشه. میتونم مقدار وارد کنم، میتونم به صورت دستی مشخص کنم. مثلا من دستی میگم اینقدر بشه، خب بزرگ شد. دوباره اسکیل رو فعال میکنم، کلیک میکنم، انتخاب میکنم آبجکتم رو، اینتر میزنم، بعد بیس پوینتم رو مشخص میکنم مثلا اینجا، بعد میگم مثلا 0.7 بشه، مقدار وارد میکنم، اینتر میکنم، کوچیکتر شد. ببینید مجدد اسکیل رو میزنم، دایرم رو انتخاب میکنم، اینتر میکنم، بیس پوینت رو مشخص میکنم، میگم این بار دو برابر بشه، دو رو وارد میکنم، اینتر میکنم، دایره من دو برابر میشه. پس با اسکیل ما میتونیم ابعاد و اندازه آبجکت ها رو کم و زیاد بکنیم. ترسیماتی که انجام دادیم رو به وسیله اسکیل میتونیم با ابعادش بازی بکنیم و تغییر بدیم. حس میکنم صحنه رو تا یه مقداری خلوت‌تر بشه. خب دستور بعدی در این لیست دوتا موند، یکی که در حالا ادامه ما برای گزینه باش برخورد میکنیم اری هستش. اری برای ساخت آرایه ها به کار میره. میتونیم در راستاهای یکسان از یک جسم تعدادی رو کپی کنیم. خب برای اینکه بهتر بخوام کاربرد اری رو خدمتتون عرض بکنم، یه دونه رکتانگل در صحنه میکشم. خب من میخوام این رکتانگل رو 10 تا کپی کنم در یک راستای مشخص. ببین مثلا کپی میکنم سی و اینتر، کپی میکنم مثلا اینجا قرار میدم. خب حالا میخوام این 10 بار تکرار بشه. من باید دونه دونه مثلا از این بیس پوینت بگیرم، رکتانگل رو انتخاب میکنم کپی، از این بیس پوینت بگیرم و هی به این صورت کپی کلیک بکنم، برم تا به اون تعدادی که میخوام برسم. خب این سخته، زمان بره. برای این کار میایم از اری استفاده میکنیم. اری کار ما رو راحت تر میکنه. دیلیت میکنم کار رو و میام یه دونه رکتانگل با ابعاد مشخص ترسیم میکنم تا بتونم اری رو کاربردی یاد بگیرم. خب 2 در 4 یه دونه رکتانگل میکشم و اینتر میکنم. این میشه نمونه ای که روش میخوام کار کنم. روی این نمونه کار رو انجام میدم. خب اری رو از اینجا میتونم فعال بکنم، هم میتونم از روی کیبورد AR رو بزنم اری بیاد، کلیک میکنم. از من میخواد که آبجکتم رو انتخاب بکنم، میگم میخوام این مستطیل 2 در 4 رو مورد اری قرار بدم، کلیک میکنم، اینتر میزنم تا انتخابم تایید بشه. بعد از من نوع اری رو میخواد، میگه به صورت رکتانگولار میخوای، پس میخوای یا پولار میخوای. خب من حالت اول رکتانگولار رو خدمتتون توضیحش رو عرض کنم. کلیک میکنم تا این بالا منوش باز بشه. به معنی اینکه الان کلیک کردم یه پریویو این پایین بر اساس این ابعاد و اعدادی که اینجا هستش داره نشون میده. من میتونم اینا رو برگردونم حالت 1 به این صورت. خب تا یه دونه فقط فعلا اینجا مستطیل داشته باشم، روش کار رو تمرین بکنم، ببینم که گزینه هاش به چه صورت هستش. خب من حالتش رو رکتانگولار انتخاب کردم، درسته؟ این منو برای حالت رکتانگولار باز شده. حالا باقیش هم کار خواهیم کرد. توی قسمت رکتانگولار ما اینجا میتونیم 3 تا ردیف داشته باشیم. یکی این که ما بتونیم در ردیف اول ردیف و ستون‌ها رو مشخص بکنیم، در ردیف دوم فواصل رو مشخص بکنیم، در ردیف سوم توتال و جمعشون رو
مشخص بکنیم. حالا دونه دونه کار میکنیم تا ببینیم. خب اینجا columns در واقع تعداد رو مشخص میکنه. من میگم مثلا 5 تا باش. خب این 5 که وارد کردم اینجا دیده نمیشه. چرا؟ چون براش من فعلا تاییدی وارد نکردم. اگه یه تایید وارد بکنم اینجا پریویوش دیده میشه. 5 رو میزنم و یه اینتر میکنم. خب ببینید 5 تا الان تولید شد. یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا و نهایتا 5 تا. 5 تا در واقع جمعاً من اینجا مستطیل دارم. یعنی 5 تا سون دارم. حالا ردیفاش چند تا باشه؟ من اول این قسمت رو تمام بکنم. فاصله بینشون رو من باید مشخص بکنم. خب مستطیلام 2 در 4 بود. خب من میگم بینشون هم یه 3 واحد مثلا فاصله داشته باشه. یه اینتر میزنم. خب ببینید الان فاصله شون 3 شد. این 3 چجوری محاسبه میشه؟ 3 از این نقطه مربع شکلی که ملاحظه میفهمید تا این نقطه مثلثه. ببینید 3 رو داره اون بالا نشون میده. 3 واحد. 3 در واقع از اینجا تا اینجاست. فاصله بین ستون هاست. خب اینجا یه 2 واحده، یه واحد هم اینجا میشه. یعنی از این نقطه تا این نقطه هم 3، از این مرکز تا این مرکز هم 3، همچنین از این نقطه تا این نقطه هم 3 میشه دیگه، چون مرکز به مرکزش 3. پس کالمز تعداد مستطیلان رو مشخص میکنه در راستای محور X. بیتوین میاد فاصله اینا رو با هم مشخص میکنه. توتال مجموع این فواصل رو مشخص میکنه. یعنی یه دونه 3 واحد، 2 تا 3 واحد، 3 تا 3 واحد و 4 تا 3 واحد. 4 تا 3 واحد میشه 12 واحد. خب من میتونم توتال رو اصلا اینجا خودم مشخص بکنم. میگم توتالش مثلا 11 بشه. اینتر کنم. این خودش تقسیم میکنه. میگه 2.75 میفته بین تعداد در واقع مستطیلات. من میگم همون 15 باشه. 3.75 میشه. میگم مثلا 12 تا باشه. میگه 3 واحد میشه. خب این در راسته محور X. میریم جلوتر. ردیف بعدی در راسته محور Y داره صحبت میکنه. میگم در راسته محور Y مثلا 3 ردیف باش. اینتر میکنم. 3 ردیف رو ایجاد میکنه. ولی منتظر فاصله است. میگم بیتوینت فاصلت 6 واحد باشه. اینتر میکنم. خب 6 واحده. ببینید از این مرکز تا این مرکز، در واقع از این مربع تا این مثلث 6 واحد فاصله گذاشت. این نشون میده که از این نقطه تا این نقطه 6 واحده، از این نقطه تا این نقطه هم 6 واحده. حالا توتال میشه 2 تا 6 واحد. ببینید 3 تا ردیف ساختیم. خب 3 تا ردیف ساختیم که بینشون 2 تا 6 واحد هستش دیگه. یه دونه 6 واحد، 2 تا 6 واحد، 2 تا 6 واحد میشه 12 واحد. پس در مجموع توتالش میشه از این نقطه تا این نقطه که 12 خواهد بود. از این نقطه تا این نقطه که 2 تا 6 واحدی میشه. یه دونه 6 واحد و 2 تا 6 واحد میشه 12 واحد. حالا در ادامه این قسمت مربوط میشه به لول ها در راستای محور Z که خب اینا اینجا کاربرد نداره برای ما، چون در راستای محور Z داره صحبت میکنه. حالا من به عنوان مثال اگه شیفت رو بگیرم و غلطک موس رو فشار بدم وارد بعد سوم بشم، در این خصوص داره صحبت میکنه در راستای محور Z که خب اینا به صورت حرفه‌ای‌تر در آموزش اتوکد 3 بعدی در سایت فرادرس وجود داره. میتونید برای آموزش بیشتر به اونجا مراجعه بفرمایید و از اونها استفاده بکنید. به این حالت. خب این از رکتنگولار اری. نهایتا ما اگه اریمون اون تعدادی بود که دلمون میخواست و حالا اون تعدادی که میخواستیم رو وقتی تنظیمش رو انجام دادیم، نهایتا میتونیم با زدن این تیک سبز کلوز اری رو انجام بدیم و به این صورت که ملاحظه میفرمایید اریمون رو تایید بکنیم و شکلی که مد نظرمون هستش رو به دست بیاریم. من با زدن دستور پلان و اینتر برمیگردم به نمای تاپم. خب تونستیم از اینجا هم انتخاب بکنیم. حالتهای مختلف ویو رو اینو عرض کردم توی آموزش اتوکد 3 بعدی روی سایت فرادرس به صورت حرفه‌ای بحث 3 بعدی رو برای شما توضیح دادن. میتونید از اون آموزش برای آموزش بیشتر و حرفه‌ای‌تر استفاده بفرمایید. خب این از رکتنگولار اری. میریم سراغ حالت دیگه اری. خب این رکتنگولار اری بود
که برای ما کارای ساخت آرایه در راستای محور X, Y و Z رو انجام میداد. خب من این موضوعات که انتخاب کردم رو هر موقع انتخاب بکنم، آرایه‌ای که انجام دادم رو هر موقع انتخاب بکنم، میرم توی تنظیماتش و اینجا دوباره میتونم ویرایش‌های رو انجام بدم. با زدن اسکیپ از این انتخاب خارج میشم. من اکسپلود رو میتونم انتخاب بکنم و بیام آرایه‌ای که انجام دادم رو کلیک بکنم روش و اینتر کنم. با این کار من آرایه‌ام رو کامل از بین بردم و یه سری مستطیل‌ها به دست آوردم که دیگه وقتی روشون کلیک بکنم نمیرم توی منوی آرایه‌شون. اکسپلود یه کمچین کارایی‌هایی برای ما داره. خب من اینا رو حذف می‌کنم. خب اینم جابجا می‌کنم یه مقدار اینورتر تا خطوط زیرینش رو دلیت کنم. خب یه دونه همچین مستطیلی داریم. دوباره میریم سراغ آرایه. من آرایه رو از اینجا این بار منو رو باز میکنم. هم از اینجا میتونم مشخص بکنم که به چه صورت باشه، هم از اینجا خودش رو میتونم کلیک بکنم. اینو کلیک بکنم، بیام آبجکتم رو انتخاب بکنم، تایید بکنم. خب الان دیگه مستقیم رفت توی رکتانگولار. من از انتخاب خارج میشم، کنترل زد میزنم. خب این بار میارم روی پث آرایه. خب قبلش من یه مسیر ترسیم میکنم، چون پس آرایه در واقع برای این مورد استفاده قرار میگیره که ما یک مسیر رو داریم، میخوایم یه سری آرایه ها روی این مسیر انجام بدیم. خب من انتخاب میکنم، آبجکتم رو انتخاب میکنم، اینتر میکنم. از من میگه که کروی که میخوای روش آرایه انجام بشه، خب مسیرت رو انتخاب بکن. کلیک میکنم روش و میبینید همراستای با این کمانی که من ترسیم کرده بودم یه سری کپیا اتفاق میفته. حالا میتونم اینجا تعدادشون رو مشخص بکنم، ویرایش بکنم. خب فاصله بینشون اینجا میتونم مثلا مشخص کنم 5 واحد باشه، فواصل زیادتر میشه. فاصله رو که زیاد میکنم میبینید اینجا تعداد آیتم هم کم میشه، چون در طول این کمان محدود شده این کاری که میخوام انجام بدم. در راستای محور وای میتونم مشخص بکنم که فواصل چقدر باشه، مثلا میگم 10 واحد باشه. خب در راستای محور وای توتالش هم که این پایین میتونم مشخص بکنم. اینجا در راستای پس که ما داریم، این پس در واقع برای ما یه مسیر هستش. ما بیشتره کارمون با همین گزینه بیتوین خواهد بود که تعدادش رو، فواصلش رو مشخص بکنیم و بر اساس این فواصل در راستای این کمان مشخص بشه که چند تا آیتم کار میشه. خب حالا اینجا میتونیم حالتهای دیگری رو هم مورد بررسی قرار بدیم. بیس پوینت مشخص بکنیم، بگیم مثلا از این بیس پوینت کارت شروع بشه و حالا گزینه‌های دیگه که برای حرفه‌ای شدن در این بحث هم باز خدمتتون عرض می‌کنم که به آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد در سایت فرادرس مراجعه بفرمایید. ما اینجا صرفاً معرفی کردیم، خیلی زیاده، تنظیمات خیلی زیاده و بازه زمانی که در اختیار داریم محدوده و خب در حد معرفی گزینه‌ها در خدمت شما هستیم. من اکسپلود رو میزنم، دوباره این آرایه‌ای که ایجاد شده رو از بین میبرم، اضافه رو دلیت میکنم، یه یو اینتر میزنم تا آندو بشه کار و این مستطیل رو مجدد داشته باشم برای بحث پولار آرایه. خب حالا پولار آرایه رو انتخاب میکنم، میگه آبجکتت رو انتخاب بکن. من آبجکتم رو انتخاب میکنم و اینتر میکنم. خب میگه سنتر پوینت آرایه‌ت رو مشخص کن. قبلش من اسکیپ رو میزنم، خارج میشم از این موضوع، یه دونه دایره میزنم. پولاره دیگه، پولار یعنی حالت دایره، حول یک دایره چرخوندن. خب من یه دونه دایره اینجا میزنم، میرم تا اینجا یک همچین دایره، میخوام این مستطیلم روی این دایره پخش بشه. اینجاست که پولار آرایه به کار میاد. خب پولار آرایه رو من انتخاب میکنم، آبجکتم که این مستطیل باشه رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم. از من میخواد سنتر پوینت آرایه‌ام رو مشخص بکنم. سنتر پوینت آرایه‌ام رو میگم اینجا باشه، مرکز همین دایره باشه. کلیک میکنم. به معنی اینکه کلیک میکنم، پریویو رو داره به من نشون میده و پنجره مربوط به آرایه و تنظیماتش این بالا باز میشه. خب در قسمت آیتمز من میتونم تعداد رو مشخص بکنم، بگم مثلا 10 تا. اینتر میکنم، ببینید 10 تا شد. میتونم 20 تا بکنم، یک همچین حالتی. میتونم مثلا 15 تاش بکنم به این شکل. حالا این تعدادی که اینجا وارد میکنم، بیتوینشون، فاصله بینشون هم بر اساس درجه عوض میشه. الان 24ه، من میتونم این رو مثلا 15 تا بکنم، اینتر کنم،
یعنی تعدادش 15ه، فاصله بینش هم 15 در نظر گرفته میشه. خب و از یه نقطه شروع میشه، تقسیم میشه، میاد تا اینجا. حالا تعداد رو من میتونم زیادتر بکنم، بگم مثلا 20 تا باشه. 20 تا باشه چون اینجا فاصله بینشون فیلش اینجا کمتره، به خاطر اون داره جمعتر میشه. من فیل رو میتونم زیادتر بکنم، بگم مثلا 360 درجه باشه، کلا دور تا دور باشه، یا میتونم بگم مثلا 270 درجه باشه، 3 چهارم باشه، 3 ربع دایره رو در اختیار بگیر. 3 ربعش رو الان این میگیره، بیتوین فاصله بینشون هم میتونم نزدیکتر بکنم، مثلا 10 درجه بکنم، نزدیکتر بشم به هم. اینجا میتونم تعداد رو زیاد کنم، این بار مثلا 25 رو بکنم، بعد بیام اینجا 270 رو برگردونم سر جای خودش و یه همچین اری رو من داشته باشم. خب جلوتر اینجا در خصوص اری در راستاهای دیگه صحبت میکنه. اینم که لول هستش در محور زد، عرض کردم خدمتتون آموزش اتوکد سه‌بعدی روی سایت فرادرس به خوبی این مفاهیم رو خدمتتون ارائه میده، به صورت کاربردی میتونین از اونها هم استفاده بفرمایید. خب پس پولار اری هم یک همچین کاری میکنه. من کلوز اری رو میزنم تا تایید بکنم اری که انجام دادم رو. وقتی بخواید روی یک دایره یه تعدادی از یه آبجکت رو کپی کنید، میتونید از اری استفاده بکنید به حالت پولار. پس اری هم که برای اری کردن ساخت آرایی روی یک مسیر به کار برده میشه، همینطور که در این تصویر ملاحظه میفرمایید. و رکتنگولار اری هم برای اری کردن در راستای محور X, Y و در بحث سه‌بعدی در راستای محور Z. این از اری. خب من اری که اینجا ایجاد کردم رو میام اریز رو انتخاب میکنم، اری رو انتخاب میکنم، اینتر میکنم و حذف میشه. خب یه همچین دایره رو فرض میکنیم. تا روی این دایره من توضیحات رو ادامه بدم خدمتون. دستور بعدی که در بحث مودیفای بهش میپردازیم آفست هستش. خب مودیفای گزینه‌های بسیاری داره. ما اونایی که کاربردی تر هستن رو در این دوره خدمتتون عرض میکنیم. خب آفست، آفست چیکار میکنه؟ آفست در فواصل معینی از یک ترسیم برای ما کپی میزنه، امتداد میده، فاصله میده بین جسم و آفست تولید شده. خب مثلا اگه این دایره رو دارم، بخوام یه دایره در فاصله مثلا 10 واحدی از این دور تا دورش باشه، چیکار میکنم؟ از آفست استفاده میکنم. برای این کار میام چیکار میکنم؟ اینجا یا روی آفست کلیک میکنم یا اینکه او رو از روی کیبورد میزنم و آفست رو اینجا نمایش میده. هم میتونم اینتر کنم هم میتونم اینجا کلیک بکنم، آفست فعال میشه. از من یه دیستنس میخواد، میگم مثلا 10 واحد، اینتر میکنم، میگه آبجکتت رو انتخاب بکن. آبجکتم رو میام روش کلیک میکنم. خب الان من اگه موس رو به سمت بیرون دایره ببرم، آفست من بیرون دایره اعمال میشه. اگه بیارم داخل دایره، آفست من داخل دایره اعمال میشه. ببینید موس رو میارم داخل، یه دایره داره پریویو میده داخل دایره. اگه ببرم بیرون، داره بیرون دایره اون 10 واحد من رو میندازه به این صورت. خب میارم بیرون، کلیک میکنم، ایجاد میشه. دوباره کلیک، کلیک، کلیک روی دایره هم، کلیک. یک همچین شکلی رو میتونم به این صورت بندازم بیرون دایره. خب میتونم ببرم داخل به این صورت. دیگه از اینجا بیشتر نمیره، چون 10 تا دیگه نیستش، اینجا کمه، شعاع کمتره. خب علامت ممنوع داره کنار موس من نشون میده، یعنی دیگه بیشتر از این نمیتونه داخل بندازه، میتونه بیرون بندازه. خب باز زدن اسکیپ از آفست میتونم خارج بشم و یک همچین اشکالی رو تولید بکنم. حالا نه فقط دایره من دلیت میکنم. ببینید مثلا تو بحث معماری، تو بحث ترسیم دیوارها، ما توی آموزش اتوکد به صورت کاربردی برای ترسیم نقشه های فاز 2 معماری یا آموزش طراحی و ترسیم پروژه های آپارتمانی یا آموزش طراحی و ترسیم پروژه های ویلایی مفصلا از آفست استفاده کردیم برای ترسیم دیوارها. میتونید برای آموزش کاربردی در این زمینه به سایت مراجعه بفرمایید و از این آموزش‌هایی که ارسلم خدمتتون استفاده بفرمایید. خب مثلا من اگه یه خطی داشته باشم، بخوام این رو 20 سانتی متر 2/10 آفست بدم، میام انتخاب میکنم آفست رو، مقدار وارد میکنم، میگم 2/10 مثلا، اینتر میکنم، آبجکتم رو کلیک میکنم و یک همچین کاری رو میتونم با آبجکت ها انجام بدم. پس آفست هم یک همچین کاربردی داره که میتونید ازش استفاده بکنید برای فرس شدن در انجام ترسیمات، به جای اینکه سکیل کنید، مقیاس بکنید، کار رو بزرگ بکنید یا کوچیک بکنید، خیلی راحت با آفست میتونید ترسیماتی که مد نظرتون هستش رو انجام بدین و کار رو به بهترین شکل ممکن پیش ببرید. خب
بعد از آفست یه نکته خدمتتون عرض بکنم، به دردتون میخوره این نکته در بحث ترسیمات دو بعدی در اتوکد. بحث اسنپ ها رو داریم. اسنپ ها فوق العاده حائز اهمیت هستن. اسنپ ها یه سری نقاط کمکی هستن که به ما این امکان رو میدن تا جابجایی هایی که در نرم افزار ایجاد میکنیم هوشمندانه و دقیق تر باشه. خب من میام اینجا در محیط نرم افزار اتوکد این پایین، این نواری که عرض کردم جلسه اولم خدمتتون در مورد اسنپ ها هستش. خب این قسمت هایی که اگه باز میکنم، ببینید این مثلث اگه باز کنم، اینجا یه دونه اسنپ سیتینگ داریم که مستقیم میره به تنظیمات اسنپ. خب اینجا هم یه سری گزینه ها داریم. خب کامل ترشو من اینجا خدمتتون عرض کنم. ببینید اینجا اگه این مثلث رو بزنید، این قسمت اسنپ سیتینگ رو داریم. خب اینجا اگه تنظیمات اسنپ رو اینجا کلیک بکنیم، اینجا باز میشه. خب جلوتر در تب Object Snap میبینید که تمام این گزینه ها تیک خورده. این که تیک خورده یعنی فعاله. خب من خارج میشم، شما میتونید توی اتوکد خودتون اون کار رو انجام بدین. یعنی بیاین اینجا Snap Settings رو بزنید، Object Snap، ببینید که آیا Snap هاتون تیک خورده یا خیر. خب با زدن F3 ما میتونیم اسنپمون رو خاموش کنیم یا فعال بکنیم. خب من F3 رو میزنم تا اسنپم خاموش بشه. یه توضیح خدمتتون عرض بکنم تا بهتر با موضوع اسنپ ها آشنا بشین. من یه لاین رو ترسیم میکنم، میخوام این لاین رو بیارم در ادامه این لاین قرار بدم. انتخاب میکنم، طبق معمول موو رو میزنم، اینتر میکنم. ببینید موس رو هر چقدر میبرم نمیتونم انتها رو انتخاب بکنم. مثلا خیلی دیگه زوم بکنم، خیلی بخوام نزدیک بشم، مثلا از اینجاها میتونم انتخاب بکنم. دوباره باید بیام زوم اوت بشم، بیام اینجا و زوم بشم ببرم اینجا، مثلا اینجا قرار بدم. بعد دوباره اگه زوم کنیم میبینیم دوتا به هم دیگه نرسیده اصلا. اینجاست که اسنپ به ما کمک میکنه. اسنپ چیکار میکنه؟ من F3 رو میزنم فعال میشه، انتخاب میکنم، موو رو دوباره میزنم، اینتر میکنم. موس رو که میارم یه انتها به من داره نشون میده این مربع سبز رنگ. مربع سبز رنگ کمک میکنه، حالت آهن ربایی داره. موس رو که نزدیکش میبرم اینجا رو داره نشون میده. خب میتونم از این کمک بگیرم، اینجا کلیک بکنم، جابجا بکنم، بیارم. حالا انتهای این خط دام برای من نشون خواهد داد. ببینید بیارم اینجا، اونجا رو مربع نشون میده. به این صورت انتهاشون رو به هم دیگه چسبوند. الان هر چقدر زوم کنم خواهم دید که این دوتا خط به هم چسبیدن. میبینید هر چقدر دارم زوم میکنم تمامی نداره و این خطوط کاملا روی هم دیگه در واقع انتهاشون قرار گرفته. خب پس اسنپ یه همچین کارهایی رو انجام میده. یا مثلا من یه دایره ترسیم میکنم، اگه با F3 اسنپم رو خاموش بکنم، بخوام این دایره رو جابجا بکنم بیارم این گوشه قرار بدم، موو رو اگه بزنم نمیتونم مرکز دایره رو تشخیص بدم. اما اگه F3 رو بزنم اسنپم فعال بشه، میتونم الان با این حالت، ببینید این دایره سبز برای من نشون میده که مرکز دایره اینجا هستش، سنتره. کلیک میکنم میارم اینجا قرار میدم. پس اسنپ ها به ما کمک میکنن ترسیمات دقیق تری رو انجام بدیم. هم کارمون راحت تره، هم ترسیمات دقیق تری رو میتونیم انجام بدیم. اسنپ ها رو همیشه مورد استفاده قرار بدین دوستان. حالا یه موضوع دیگه، F8 روی کیبورد هم به این درد میخوره. مثلا من یه خط میخوام ترسیم بکنم. خب من الان هر چقدر بخوام این خط رو در راستای افقی یا عمودی ترسیم بکنم، باید خیلی با دقت این کار رو انجام بدم یا اصلا زاویه براش مشخص بکنم. خب ولی با زدن F8 رو من میزنم، ببینید یا میتونم خط افقی ترسیم بکنم یا خط عمودی، دیگه من نمیتونم خط زاویه داره ترسیم بکنم. F8 اسنپ اورتو هستش. این پایینم میبینید اورتو آن، یعنی اورتو آن که شد، شما فقط میتونید در راستای محور عمودی یا افقی خط ترسیم بکنید. به این حالت دیگه نمیتونیم خطای زاویه دار ترسیم میکنیم، مگر اینکه موس رو ببریم اونجا که میخوایم و با اسنپ یک همچین ترسیمات رو انجام بدیم. اسکیپ رو میزنم خارج میشم. F8 رو وقتی بزنید این پایین نشون خواهد داد. مثلا من لاین رو انتخاب میکنم تا ترسیم بکنم. خب ببینید الان F8 رو میزنم، اورتو رو داره نشون میده که آنه. خب اگه دوباره F8 رو بزنم در ادامه میگه که اورتو آف شد. آف که بشه میتونم خط زاویه دار ترسیم بکنم. بعد دوباره F8 رو بزنم خط راست در راستای محور X یا Y ترسیم بکنم.
در این قسمت در خصوص یه سری نکات تکمیلی خدمتتون خواهم بود برای اینکه بتونید یه سری قابلیت ها و یه سری امکانات بیشتری رو در اختیار داشته باشید در محیط نرم افزار اتوکد توضیحاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. خب وارد محیط نرم افزار اتوکد میشیم. موضوع اول بحث تکست هستش. ما میخوایم نوشته داشته باشیم در محیط نرم افزار اتوکد. شما گاهن میخواین روی ترسیماتتون نوشته ایجاد بکنید. در خصوص بحث نوشته و متونی که به صورت حرفه‌ای تنظیماتشون انجام میشه در آموزش ترسیم جزئیات ساختمانی با اتوکد به وفور ما کلی تکست و متن توش نوشتیم که میتونید برای آموزش تکمیلی و بیشتر و عمیق‌تر در این زمینه به اون آموزش روی سایت فرادرس مراجعه بفرمایید. اینجا یه اشاره‌ای به بحث تکست و نوشتن متن در اتوکد میکنیم. خب برای نوشتن تکست ما اینجا خب میتونیم از اینجا کلیک بکنیم روی همین آیکون مربوط به تکست و بیایم در محیط نرم افزار یه پنجره رو به این صورت کلیک کنیم، موس رو جابجا بکنیم و دوباره کلیک بکنیم تا یه پنجره باز بشه که اونجا بتونیم متنی رو بنویسیم. من میتونم الان توی این پنجره که باز شده متن رو بنویسم. هر متنی بخوام اینجا میتونم بنویسم. مثلا من واژه فرادرس رو یادداشت میکنم، آدرس سایت فرادرس رو اینجا یادداشت میکنم، تکستی که نوشتم رو من میتونم انتخاب بکنم و فونتش رو بیام از اینجا تغییر بدم. من مثلا میتونم این فونت رو انتخاب بکنم. خب ببینید این فونت F رو به این صورت داره نمایش میده. میتونم تغییر بدم، مثلا یک همچین فونتی رو در نظر بگیرم. فونت های مختلف، هر فونتی که روی سیستمتون باشه در موتی نرم افزار اتوکد هم لود میشه و میتونید ازش استفاده بکنید. یک همچین مثلا فونتی رو در نظر بگیریم. از قسمت پایینش از اینجا میتونیم رنگ نوشته رو تغییر بدیم، رنگی که میخوایم از اینجا میتونیم براش اعمال بکنیم. اینجا هم میتونیم لایه‌اش رو مشخص بکنیم. حالا در مورد لایه ها در قسمت بعد صحبت خواهیم کرد. لایه تکستی که نوشتیم رو اینجا میتونیم مشخص بکنیم. خب از این قسمت طول باکسی که توش داریم متن می‌نویسیم خیلی بزرگه، درسته؟ از اینجا میتونیم کلیک بکنیم و یه مقداری کوچیک‌ترش بکنیم به این صورت باشه، یه کمچین اندازه‌ای رو داشته باشه. بعد میتونیم حالا تکستی که داریم رو اینجا بولتش بکنیم به این صورت باشه. بولت که باشه حالت کلوفتری به خودش میگیره. میتونیم حالت ایتالیک در نظر بگیریم که یه مقداری کج بشه. میتونیم از بولت خارجش کنیم، ایتالیک رو غیر فعال کنیم. میتونیم روش خط بکشیم، اینجا به این صورت در واقع به صورتی نمایش داده بشه که روش خط کشیده شده. میتونیم دوباره غیر فعالش کنیم. میتونیم یه حالتی در نظر بگیم که آندرلاین داره، زیرش خط کشیده شده. میتونیم یه حالتی رو در نظر بگیریم که روش خط کشیده شده، بالاش در واقع خط داره. میتونیم غیر فعالش کنیم دوباره. میتونیم در ادامهش یه تکست رو بنویسیم که حالا بسته به قابلیت‌های فونتمون ما میتونیم متمایزتر ظاهر بشیم. من مثلا اینو کپی میکنم، کنترل سی و کنترل وی میکنم. خب مثلا میتونم برای این انتخابش بکنم، مثلا این قسمت رو، یا مثلا اینجا یه تکستی بنویسم، تکست. خب تکست یک، این یک رو من میتونم به صورت توان نمایش بدم. ببینید به صورت توان بالای متنم قرار بگیره، یا میتونم به صورت اندیس باشه، پایین باشه، و خیلی کارهای دیگه. میتونیم حالتهای مختلفی رو اینجا مورد آزمایش قرار بدیم. و خب میتونیم مثلا اینجا تکستمون رو حالتهاش رو تغییر بدیم، لاین سپیسینگش رو عوض کنیم، اینجا فواصلش کم باشه یا زیاد باشه. من اینجا جا کم گذاشتم. مثلا میتونیم اینجا مشخص بکنیم که فواصل 2.5 باشه. خب 2.5 شد. میتونیم کمترش بکنیم، 1 باشه، به این حالت باشه. بعد میتونیم در ادامه برای متنمون اینجا علائم و نشونه هایی رو وارد بکنیم. سمادر رو بزنیم، یه قسمتی باز بشه که اینجا انواع اقسام اشکال و نشونه ها، کاراکتر ها رو اضافه بکنیم بسته به نیازمون. خب مثلا میتونیم از علائم مختلف، مثلا علائم ریاضی اگه خواستیم در محیط نرم افزار اتوکد داشته باشیم، میتونیم مثلا از این نشونه ها استفاده بکنیم. سلکت، کپی و اینجا نهایتاً با کنترل وی پیستش میکنیم به این صورت. کارمون اگه تمام شد میبندیم. خب رنگش رو میتونیم تغییر بدیم به این حالت. همچین کاری میشه
انجام داد. بعد حالا تکست رو میشه مثلا انتخاب کرد، اینجا مقادیر مختلفی براش در نظر گرفت، بعد میشه براش ماسک تعریف کرد که حالا اینا بحثای پیشرفته تری هستن. حالا نوع تکست هم که به صورت استاندارد هستش استایلش. خب وقتی کارمون تموم شه میتونیم این تیک سبز رو بزنیم و تکستمون داخل صفحه ایجاد بشه. این میشه ساده ترین حالت که میتونیم یه تکست بنویسیم. خب ما میتونیم استایل اختصاصی داشته باشیم برای نوشتن تکستمون. به چه صورت؟ میام تب سوم annotate، اینجا استاندارده برای من استایلی که میخوام. میتونم اینجا manage text styles رو بزنم و پنجره باز بشه که اونجا بتونم برای متنم یه استایل اختصاصی در نظر بگیرم. نیو رو از اینجا باید بزنم، یه اسم براش مشخص کنم، مثلا فرادرس و اوکی کنم. خب الان استایل فرادرس ایجاد شد. برای استایل فرادرس میتونم اینجا فونت مشخص کنم، مثلا بگم فونتش این فونت باشه یا این فونت باشه یا مثلا این فونت باشه یا هر فونت دیگه ای. من میتونم مشخص بکنم که فونت مربوط به فرادرسم، استایل فرادرسم به چه صورت باشه. مثلا من این فونت رو انتخاب میکنم. خب بعد حالا اینا تنظیمات پیشرفته تری هستن. در همین حد مثلا یه همچین استایل رو ایجاد میکنم و اپلای میکنم و کلوز. خب من یه استایل فرادرس الان دارم. من اگه این تکستم رو انتخاب بکنم، ببینید اینجا استایلش استاندارده، میتونم اینجا باز کنم و اینو ببرم به استایل فرادرس. ببین اینجا و کلیک بکنم، استایلش عوض میشه، فونتش بعد تمام قسمتاش عوض میشه. روش دبل کلیک میکنم، میتونم اینجا انتخاب بکنم، میبینید استایلش فرادرسه. حالا فونتش رو میتونم از اینجا تغییر بدم، ببرم اون استایلی که میخواستم باشه. مثلا اینجا بیام مثلا روی این فونت قرار بدم و نهایتا تغییراتم رو که کارم تموم شد با زدن این تیک سبز به اتمام برسونم. حالا از این به بعد من اگه برگردم هوم، هر تکستی که بخوام بنویسم از من اینجا یه تاییدیه خواهد داشت که من میخوام با استایل فرادرس نوشتم رو انجام بدم. خب اسکیپ رو میزنم تا از این حالت خارج شم. خب این از بحث تکست. خب به صورت کلی خدمتتون عرض کردم ما اندازه‌گذاری داریم. خب اینجا دایمنشنه که فقط یه دونه اندازه خالی و اولیه میزنه. در این قسمت در ادامه تکست اینجا دایمنشنز رو داریم که میتونیم حالتهای مختلفی از دایمنشن رو اینجا داشته باشیم در محیط نرم افزار اتوکد. خب بحث اندازه‌گذاری یکی از مباحث مهم هستش توی سایت فرادرس. آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد کامل به بحث نحوه ساختن دایمنشن ها پرداخته. همچنین توی آموزش های دیگه مثل طراحی و ترسیم پروژه آپارتمانی نحوه اندازه‌گذاری و استفاده از دایمنشن استایل ها رو خدمتتون توضیح دادم. میتونید از اون آموزش ها برای کارهای تکمیلی و آموزش های عمیق‌تر استفاده بفرمایید و حرفه‌ای‌تر بشید. خب یه توضیح کوتاهی هم در مورد دایمنشن ها من خدمتتون عرض می‌کنم. خب من میام هوم، یه لاین رو ترسیم میکنم، یه سری ترسیمات به طور کلی انجام میدم، یه آرک اینجا ترسیم میکنم، یه دایره اینجا میزنم، یه دایره دیگه اینجا میزنم، یه رکتنگل اینجا میکشم. خب یه سری ترسیمات اینچنینی رو من دارم. حالا میام این قسمت تا دایمنشنام رو مورد بررسی قرار بدم. اینجا استایل دایمنشنم رو میتونم مشخص بکنم که به چه صورت باشه، ایزو باشه، هزینه باشه یا استاندارد باشه. خب من مثلا میارم روی استاندارد میذارم. این قسمت پایینم که لایه دایمنشنم هستش، اما اینجا خیلی مهمه، جایی که فوق‌العاده های اهمیته. ما اینجا میتونیم انواع خطوط اندازه رو مشخص بکنیم. خب اینجا من الان حالت لینیر رو دارم. با لینیر من میتونم اندازه های مستقیم رو بزنم، اندازه های عمودی در راستای محور x و y رو با این گزینه بزنم. من فعالش میکنم، میام مثلا میگم از اینجا تا این گوشه به صورت عمودی چقدر فاصله است، میگه 28.46. خب من میارم روی ایزو قرار میدم تا یه مقداری بزرگتر باشه تکست اندازه ها. از اینجا مثلا بگم تا این گوشه چقدره، 29.93. ببینید فاصله مستقیم میزنه. من اگه بخوام از این گوشه تا این گوشه فاصله دو تا رو با هم داشته باشم، میام این مثلث کوچولوی کنار لینیر رو میزنم و الایند رو استفاده میکنم. الایند برای من میاد فاصله بین دو نقطه رو
مشخص میکنه، دیگه فاصله مستقیم رو نمیزنه در راستای محور ایکس یا وای. مثلا از اینجا تا اینجا اگه بزنم، ببینید فاصله مستقیمشون رو میگه که 32.79، در حالی که فاصله شو در راستای محور ایکس 29.93 هستش. پس الائنت هم یک همچین اندازی رو برای من میزنه. انگولار فاصله بین دو تا خط رو، زاویهشون رو مشخص میکنه. مثلا میتونم بگم این خط با این خط یک همچین زاویه‌ای رو داره تشکیل میده، 57 درجه. خب یا در ادامه آرک لنگث برای من طول آرک رو مشخص میکنه. انتخابش میکنم، میام روی آرکم کلیک میکنم، میگه 18.37 واحد طول آرکت هستش، طول کمانت هستش. رادیوس برای من شعاع رو مشخص میکنه. دایره رو اگه روش کلیک بکنم، شعاع دایره رو نمایش میده، 5.33. اگه دوباره انتخابش بکنم، برای کمان هم این کار رو انجام میده. کمانم رو اگه انتخاب بکنم، میگه که رادیوسش 21.35. خب در ادامه حالت قطر رو هم داریم، دایامتر. اگه دایره رو انتخاب بکنم، قطرش رو نشون میده. خب قطر رو با این علامت نشون میده، رادیوس یا شعاع رو با این علامت با آر نشون میده. قطرش 10.66 که خب به تب نصفش میشه 5.33 شعاع دایره. خب در ادامه حالت جاج رو داریم، اوردینیت رو داریم که از اینا میتونید در واقع استفاده بکنید و یاد بگیرید. یه سری گزینه‌های پیشرفته هم اینجا داریم. کنتینیو ادامه اندازه‌گذاری ها هستش. مثلا من اگه یه سری خطوط اینجا داشته باشم، خب اگه براشون یه اندازه‌ای زده باشم، مثلا از اینجا تا اینجا رو زده باشم، بخوام ادامه بدم این کار رو، این گزینه کنتینیو رو انتخاب میکنم و روی نقاطی که میخوام کلیک میکنم و یک همچین حالتی رو برای من ایجاد میکنه، ادامه دار انجام میده بحث اندازه هامو و خب کارم راحت تر میشه دیگه، نمیام دونه دونه هی لینیر رو فعال بکنم و خط اندازم رو تکرار بکنم. خب دیگه در مورد ساخت استایل دایمنشن، من شما رو دعوت میکنم به استفاده از آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد روی سایت فرادرس که اونجا مفصل در خصوص نحوه ساخت دایمنشن استایل های اختصاصی صحبت شده. نکته بعدی و کاربردی در محیط اتوکد میتونه لایه ها باشه. خب لایه ها خیلی مهم هستن اینجا، در مورد لایه ها صحبت میکنه. خب لایه ها به این علت در اتوکد ایجاد شدن که ما بتونیم همونطور که از این تصویری که اینجا هستش، آیکونی که داره، ما بتونیم لایه بندی بکنیم انواع خطوط، انواع آبجکت ها در ویژگی های مختلف رو که مشابه هم هستن رو دستبندی بکنیم و جدا بکنیم. مثلا در بحث ترسیمات معماری دیوارها رو یه دسته بکنیم، پنجره ها رو یه دسته بکنیم، درها رو یه دسته بکنیم، اینا همشون لایه هستن، یه لایه های مختلف. خب شما میتونید توی قسمت لایر پراپرتیز لایه های مختلفی ایجاد بکنید، اسامیشون رو اینجا ویرایش بکنید، روشون کار بکنید، لایه های خاص. مثلا اینجا اگه این گزینه رو بزنید، در مورد نیو لایر داره صحبت میکنه، مثلا میشه اینجا اسم گذاشت وال و اینتر کرد جلوش. میتونیم اینجا رنگ مثلا لایه دیوار رو مشخص بکنیم که این رنگی باشه، بعد نوع خطش مثلا به چه صورت باشه رو میتونیم مشخص بکنیم و بیایم بیرون، بعد مثلا این دایره و این خط رو ببریم توی لایه وال. ببینید با بردن به لایه وال، ویرایش خاصی روی اجسام انجام میشه و ویژگی هاشون تغییر پیدا میکنه، اون لایه رو میگیرن. خب الان من روی هر جسمی اینجا کلیک بکنم، ببینید توی لایه صفره، اما اگه روی این دایره مثلا کلیک بکنم، نشون میده که توی لایه وال قرار دارم. به این حالت به طور کلی برای ترسیمات حرفه‌ای از لایه بندی هم استفاده میشه. حالا راه‌های مختلفی برای ترسیمات حرفه‌ای هستش. برخی افراد با رنگ بندی موضوعات رو از هم دیگه جدا میکنن، بعضی افراد میان لایه بندی میکنن، بعضی افراد میان با بلاک بندی کار رو پیش میبرن. بسته به سلایق مختلف میشه نتایج مختلفی رو از کار انتظار داشت. پس لایه ها همونطور که عرضم خدمتتون به این صورت هستش. ما میتونیم در ادامه مثلا لایه های مختلفی برای مثلا ویندو در نظر بگیریم، پنجره رنگش رو مشخص بکنیم که چه رنگی باشه و الی آخر هر ترسیم دیگه، مثلا فلز، آجر،
بتون، هر چیزی که میخوایم متفاوت باشه رو اینجا میتونیم لایه براش بسازیم و آبجکت هایی در صحنه رو به اون لایه انتقال بدیم. خب من اینجا رو حس میکنم. ببینید یه موضوع دیگه پراپرتیزه، مثلا یه سری ترسمگی در صحنه داشته باشیم. خب هر جسمی که انتخاب بکنم میتونم اینجا از قسمت پراپرتیز به تنظیماتش دسترسی داشته باشم. یه تنظیمات کلی داره، مثلا میتونم از قسمت بایلایر رنگ ترسمم رو عوض بکنم، مثلا رنگ این خط رو عوض کردم، ببینید عوض شد. مثلا این یکی خط رو میام مثلا ضخامتش رو توی پلات بیشتر میکنم، مثلا 35% میکنم. خب اینجا نمایش داده نمیشه، این موضوع توی پلات خودش رو نشون میده. یا مثلا بیام اینجا این خطی که ترسیم کردم رو یه مقداری بهش ترانسپرنسی بدم، ببینید یه مقداری محو شد، ببینید حالت ترانسپرنسی به خودش گرفت. یا یه همچین کارایی میشه در واقع در قسمت پراپرتیز با اجسام انجام داد. این هم از این. خب موضوع بعدی بحث پلات هستش و خروجی گرفتن از نقشه هامون. وقتی ما یه سری ترسیمات در صحنه انجام میدیم و کارمون به اتمام میرسه، نوبت میرسه به خروجی گرفتن. ما میتونیم با اتصال اتوکد به پرینترمون یه خروجی به صورت چاپ شده روی کاغذ بگیریم، میتونیم اکسپورت بگیریم، اینجا میتونیم اکسپورت بگیریم به حالت‌های مختلف DWF یا PDF یا هر فرمت دیگه که مد نظرمون هستش. میتونیم خروجی بگیریم از ترسیمی که انجام دادیم. این بسته به نیاز ما هستش. شاید مثلا میخوایم PDFش کنیم ببریم یه جای دیگه ویرایش بکنیم، یا میخوایم یه فرمت دیگه بگیریم که ببریم توی یه نرم افزار دیگه. شاید مثلا یه نرم افزار دیگه هستش DWG که خروجی اتوکد هستش باز نمیکنه، شاید نیاز هستش DWF ببریم. خب اینجا میتونیم خروجی بگیریم. بعد یا میتونیم سیوز بگیریم برای ورژن های مختلف که حالا اینم یه گزینه هستش، و پلات که همون پرینت هستش نهایتا برای ما چاپی رو از نقشه تهیه خواهد کرد. وقتی روش کلیک بکنم این پنجره باز میشه. توی این پنجره ما میتونیم حالت های مختلف در نظر بگیریم. الان من اینجا میتونم استایل پلاتم رو مشخص بکنم که فعلا نان هستش. میخوام یه استایل جدید 0 تا 100 خدمتتون عرض بکنم. قسمت پایین در این قسمت اسم پلاترمون رو یا پرینترمون رو میتونیم انتخاب بکنیم. یه سری پرینترهای پیش‌فرض اینجا داره، مثلا میتونیم از DWG مون به صورت PDF خروجی بگیریم. خب یا اگه پرینتری به سیستمتون وصل باشه اینجا اسمش قطعاً نشون داده میشه. اگه درست به سیستم شناسونده باشین پرینترتون رو قطعاً در داخل نرم افزار اتوکد هم دیده میشه. حالا مثلا ما میخوایم PDF خروجی بگیریم. خب بعد از اینکه اینجا انتخاب میکنیم میام پایین، اینجا یه سری PDF آپشن ها هستش. ما میتونیم اینجا کوالیتی کیفیت رو مشخص بکنیم و اینجا در مورد روی هم افتادن اجسام با هم صحبت بکنیم که اگه اوررایت بشه رنگ بالایی فقط به صورت سالید دیده میشه، اگه به صورت مرج باشه به صورت ترانسپرنس دیده میشه، خط زیری هم دیده میشه که معمولا روی اوررایت قرار میدن. خب اوکی میکنم. اینجا میتونید کوالیتی های مختلفی در نظر بگیرید. بعد میایم پایین تر، اینجا میتونیم پیپر سایز رو مشخص بکنیم، سایز کاغذمون رو. حالا مثلا روی A4 هستش، الان میتونیم ببریم روی A0، میتونیم روی A1، روی A3 یا هر سایز دیگه اینجا مشخص بکنیم. مثلا روی A1 میخوایم پرینت بکنیم. قسمت پایین اینجا یه دونه دیسپلی داریم که اگه پریویو بگیریم، پریویو یه پیش نمایش نشون میده از کار. پریویو بگیری ببینید دیسپلی اون چیزی که در صحنه دیده میشه رو فقط برای ما پلات کرد، کل صحنه رو پلات کرده. این ترسیم فقط این قسمت افتاده به این صورت. اما اگه روی ویندو باشه از ما میخواد که یک کادر مشخص کنم. من میگم مثلا این فاصله رو برای من پرینت کن. اگه پریویو بزنم ببینید این بار زوم کرد روی ترسیمی که من انجام داده بودم. خب حالا این پایین چه مختصات داره که کجای کاغذ رو هدف قرار بده. من میگم سنتر باشه، دقیقا در وسط کار باشه. دوباره پریویو میزنم ببینید از اینجا اوورد در مرکز کاغذ قرار داد ترسیم من رو. خب میام جلوتر، اینجا فیت تو پیپر که فیت میکنه، مقیاس هستش. اگه این تیک رو برداریم اینجا میتونیم مقیاس مد نظرمون رو بدیم به ترسیم، مثلا 1:100، 1:200، با هر مقیاسی که میخوایم اینجا خروجی بگیریم میتونیم مشخص بکنیم.
این بالا حالتهای مختلف رو برای استایل پلات مشخص میکنیم. مثلا روی ایکد باشه میتونیم قلم های مختلف طراحی بکنیم. اگه مونوکروم باشه خب سیاه سفید پرینت خواهد گرفت. ببینید اگه مونوکروم باشه من پریویو رو بزنم این خط داره قرمز نشون داده میشه، چون من اینجا توی مونوکروم مشخص باید بکنم که رنگ ها به چه صورت باید پرینت بشه. مثلا اینا بلک هستن، رنگی که اون خط هستش احتمالاً یه رنگ متمایزه، به خاطر اون باید اونجا تنظیم بشه. بیشتر در خصوص پلات در آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد روی سایت فرادرس توضیح داده شده که میتونید برای آموزش کاملتر اونجا مراجعه بفرمایید. خب اینجا میتونیم در قسمت کوالیتی کیفیت رو مشخص بکنیم که مثلا ماکسیموم باشه، بیشتر مقدار باشه. اگه کاستوم رو بزنیم اینجا میتونیم دی پی آی مشخص بکنیم که مثلا 300 دی پی آی باشه یا نرمال باشه. گزینه هایی رو اینجا داریم که به ما کمک میکنه برای درک بهتر و امکانات بیشتر در زمینه پلات. این قسمت پایین به صورت پورتریت باشه یا لندسکیپ باشه هم به ما کمک میکنه که روی کاغذ اینجا ببینید الان به این صورت هستش. اگه لندسکیپ رو بزنم پهن میکنه، جهت ترسیم رو عوض میکنه، ببینید یک همچین حالت رو ایجاد میکنه. یا اگه اینجوری باشه پریویو بگیرم به این حالت پرینت میگیره. و خب گزینه‌های دیگه، اگه اوکی رو بزنیم که میره برای پلات و خروجی فایل ما گرفته میشه. این هم از بحث پلات و خروجی گرفتن از فایل اتوکد. خب در خصوص ضخامت ها هم خدمتون توضیح رو عرض کردم. گروپ ها هم اینجا ملاحظه میفرمایید در زیر تب هوم ما یه گزینه گروپ داریم. این گروپ در خصوص گروه بندی هستش، یه چیزی تو مایه های لایه ها هستش، ولی خب یه مقداری فرق دارن با هم دیگه. لایه ها بر اساس یه سری ویژگی ها جدا سازی میکنه اجسام رو، ولی گروپ میاد گروه بندی میکنه اجسام مختلف رو. مثلا من میخوام این خط این دایره با هم گروه بشه، میام اینجا گروپ رو میزنم و الان اگه انتخاب بکنم ببینید این دوتا انتخاب شد، اینا دیگه گروه شدن. خب من میتونم موو کنم هر جایی که خواستم ببرمشون. خب بعد میتونم مثلا این گروه رو انتخاب بکنم بیام اینجا، این گزینه آن گروپه، یعنی این گروه رو از بین ببرم. اگه این گزینه رو بزنم و بیام ببینید هر کدومش جدا شد، من میتونم دوباره انتخاب بکنم و یه گروه ازشون تشکیل بدم به این حالت. بعد بیام اینجا مثلا اینجا گروپ ادیت رو بزنم و خب میتونم اینجا مثلا اد آبجکت رو بزنم در ادامه، بگم مثلا این آبجکت و این آبجکت رو هم به این گروه اضافه بکنم، بعد اینتر کنم. الان ببینید اینا همگی یه گروه شدن به این صورت. شما میتونید توی ترسیماتتون از این امکانات نرم افزار اتوکد هم استفاده بفرمایید، به کار شما میاد قطعا گروه بندی ها در بحث ترسیمات و کار با نرم افزار اتوکد. خب باقی تب ها خیلی دیگه بحث های پیشرفته تری هستش، نمیشه در واقع تو این بازه زمانی که در خدمتون هستم بهشون پرداخت. مثلا تو تب اینسرت ما میتونیم یه سری آبجکت ها و موضوعات جدید رو به داخل نرم افزار بیاریم، اضافه بکنیم. مثلا توی زیر مجموعه اینسرت ما میتونیم بلاک های مختلف رو بیاریم، بحث بلاک ها فوق العاده مهم هستن. بعد میتونیم پی دی اف بیاریم داخل کار، اگه شما یه پی دی افی رو در خارج از صحنه دارید میخواییم بیارین داخل نرم افزار و روش کار کنید، میتونید از این گزینه پی دی اف ایمپورت استفاده بکنید، پی دی افتون رو ایمپورت بکنید به داخل نرم افزار و اینجا کار بکنید. دی جی ان رو، پسوند دی جی ان که توی نرم افزار دیگه خروجی گرفته شده رو میتونید بیارید داخل نرم افزار اتوکد و به عنوان یک آبجکت مورد استفاده قرار بدین و ازش استفاده بفرمایید. خب در این قسمت خب عرضی هم خدمتتون، من تکستا رو توضیح دادم، موضوع مربوط به دایمنشن ها رو عرض کردم خدمتتون. دایمنشن استایل ها اگه بخوایم خودمون دایمنشن اختصاصی بسازیم یه مقداری بحثش مفصل هستش، حالا من یه اشاره میکنم تا شما دوستان آشنا باشیم باهاش، ولی خب نیاز هستش که بیشتر بهش پرداخته بشه. اگه در محیط نرم افزار اتوکد دی و اینتر رو بزنید به پنجره دایمنشن استایل منیجر میایید. در پنجره دایمنشن استایل منیجر شما میتونید استایل خاص خودتون رو ایجاد بکنید، نیو رو بزنید و یک اسم براش مشخص بکنید و کنتینیو رو بزنید، یه پنجره باز میشه که اینجا میتونید استایل شخصی خودتون رو با تنظیمات مد نظرتون ایجاد بکنید. که حالا این تنظیمات به چه صورت هستش؟ یه سری گزینه‌های پیشرفته‌ای هستش که آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد روی سایت فرادرس این گزینه‌ها رو به صورت کامل خدمت شما توضیح داده.
امیدوارم که از این دوره استفاده کرده باشین. این دوره یه دوره کوتاه بود، ما اومدیم کلیاتی از نرم افزار اتوکد رو خدمت شما ارائه دادیم و هدفمون این بود که این نرم افزار قدرتمند رو خدمت شما معرفی بکنیم. این دوره کافی نیستش برای حرفه‌ای شدن، این دوره صرفا در حد مقدماتی شما رو راه میندازه برای اینکه بتونید به صورت کاربردی و عملی بیشتر این نرم افزار رو یاد بگیرید و توش حرفه‌ای بشین و توی بازار کار به خوبی بتونید فعالیت بکنید. پیشنهادم اینه که حتما از آموزش‌های روی سایت استفاده بفرمایید. شما اگه در قسمت جستجوی سایت فرادرس واژه اتوکد رو سرچ بفرمایید، تمامی آموزش‌هایی که در ارتباط با نرم افزار اتوکد روی سایت هستش برای شما لیستش میاد، میتونید از اون لیست استفاده بفرمایید بسته به نیازتون و رشته تحصیلیتون. امیدوارم این دوره براتون مفید واقع بوده باشه. تا آموزش دیگر، خدایا رو نگهدارتون.